خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. چهارشنبه میتبوخ، وسط هفته، آلمانیا میان میتبوخ، بعد هوا به شدت خوب. این شدت و حدت هم ما گاهی وقتی عوضی استفاده میکنیم، این بر اون بر نباید استفاده کنیم. هوا بسیار خوب و بعد از چند روز بارندگی این ور مملکت شرق آمریکا باران و سیل. امروز دو سه تا خیابون اصلی بزرگ بسته بود و اون ور آمریکا در آتش داره میسوزه. یک کلمه ایران درست کردن به نام فایرنیدو، مثل تورنیدو، فایرنیدو. و خیلی جالبه، خوشحالم که دوستان اینجا هستن. ازشون خواهش میکنم برنامه ما رو با دیگران هم شیر کنن. اگر میترسید از دوستاتون، بنویسید ببینید این سرمی چقدر مزخرف میگه. اگر نمیترسید و با من هم عقیده هستید، به دوستاتون بگید بیا ببین سرمی هم همین حرفو میزنه. و اما آقای رضا سلامی یک عکسی برای ما فرستاده. آها، ممنونم. روز دوشنبه خیلی از دوستان گفتن آقا این برنامه شد برنامه همون سرمی خودمون و بسیار عالی بود. دلیلش هم این بود که یکم با فیسبوک کلکل گذاشتیم کنار و آمدیم بر اساس کاغذها و نامه ها و عکس ها و ویدیوها و پیام ها برنامه‌مون رو چرخوندیم و مثل اینکه از این چرخش هم شما خوشتون آمده، بسیار خوشحالیم، حمایت فراموش نشه. و اما در برنامه دوشنبه وقتی که ما نامه‌ای یا نوشته اون فراستی رو خوندیم، گفتیم اگر شاه همچین چیزی گفته باشه، کسی که خودش آمده گفته صدای انقلاب شما رو شنیدم، بله نامه رو نوشتن گذاشتن جلوش، ولی اگر فکر میکرد درست نیست میگو نه آقا این چی، من این همه سال زحمت کشیدم برای این ایرانیا، شپشاشون رو پیدا کردم، نمیدونم آبلشون رو درست کردم، وبا و سوزاک و یکی دیگه چی بود، جزامی، این خانم فرع جزامی درست کردم، حالا چی، پیام شما رو شنیدم و مملکت رو درست میکنم و دیگه از این غلط ها نمی کنم. دوستان دقت کنید، من میتونم بگم شاه شکر خورده بود، ولی شما که میفهمید منظور من یعنی شاه گوه خورده بود. میتونم بگم آقای خمینی شکر خورد، گفت پول آب و برق مجانی، ولی شما میفهمید که منظور من اینه که گوه خوردی، آقا دروغ گفتی. پس از منی که میشناسین منو همین هستم که میبینی، به قول آمریکایی ها what you see is what you get، بالا پایین پایین پشت روب، نمیدونه تو مهمونی این ور اون ور، همینه. مثل آقای صدر نیستم که بیام برات شعر بخونم وقتی تو میگویی وطن بوی فلسطین میدهد. بعد بیاین نگاه کنید، ممنونم آقای مصطفی زاده اینو فرستاده، من قبلا دیده بودم، ولی بعضی وقتا این دوستان این وقتی که اینا رو میفرستن آدم یادش میفته دوباره و باید بیار یک به اصطلاح مروری داشته باشد. ببینیم که اپوزیشن تی وی، آقا بیا دیگه آقای مصطفی زاده، این چه اپوزیشنیه، چه تی ویه که هیچ خبری ازت نیست. بذار ببینم این ویدیو یا این ویدیو، نمیدونم ویدیو رو یه جوری گذاشتی که پیدا نیست. دیشب یکی از دوستان این ویدیو زیر را برای من فرستاد و فکر کردم اینجوری، حالا جالبه ها، تو با تلفن دستیم که زدم دیدمش ولی اینجا نیستش. اگه میشه لینکشو بفرستید یا خودم اینجا حالا روی یوتیوب بنویسم که اسمش چیه، مسعود صدر و مسعود صدر امید دانا. این مسعود صدر رو من دو بار در زندگیم دیدم، یه بار موقعی که آقای سهراب سبحانی میخواست سناتور این مملکت بشه و خوب که نشد چون خیلی آدم تندرویه، آقای مسعود صدرم باهاش این ور اونور میومد، میخواست بیاد بره مصاحبه کنه با رضا پهلوی و اینها. و یه بارم توی کالیفرنیا دیدمش، این خانم مقدسی یه مش نوار و کتابای از اینا خریده بود با پول برادرش، بعد اینا رو میخواست بهشون پس بده، به من گفت شما داری میری کالیفرنیا اینا رو هم ببر بده، ما هم بردیم دادیم. تو این دوباری که من با این آقای مسعود صدر صحبت کردم، ایشون رو یک آدم ترسو، به شدت دروغگو، یعنی از تعارفش قربون شما برم فدای شما بشم، مرمید برم کوچیکیدم فنا بدم،
از این تعارفهای مزخرف شما میفهمی این شخص دروغگوه. قدش هم ماشاءالله 6 فوت خورده ایه، ولی مثل که چون قدش بلنده خون اون بالا نرسیده یا اکسیژن به اون مغزش نرسیده، مغزش کمه. حالا نگاه کنید، کسی که تو کار رادیو تلویزیون هست بیاد اینجوری زنگ بزنه و خودش رو بده دست این امید دانا. البته امید دانا این کار رو با مشیری هم کرده بود و به نظر من درست نیست. شما اگر به کسی زنگ میزنید میخواین صداشو ضبط کنید، باید بهش بگید که من زنگ زدم، صداتونم داره ضبط میشه. تا همون جوری که شما آقای دانا مؤدب حرف میزنی اون هم مؤدب صحبت کنید. بله آقای راستین، راجب سفر رضا پهلوی به عربستان هم شنیدیم هم دیدیم، باید در برنامه صحبت میکنید. اینو با هم بشنوید و ببینید. برای اون دوست اون آقا رضا که شاعر منو میشناسه، از مریلند نوشته که سوربی جان یه مقداری دیپلماتیک عمل کن. بهش میگم قربونت برم، من و شما که تو آمریکا هستیم یه چیزی اینجا هست میگن politically incorrect، یعنی اونای دیگه همه از لحاظ سیاسی درست حرف میزنن، دروغ میگن به مردم، یه دفعه یکی پیدا میشه politically incorrect حرف میزنه. این ترامپ دیوانه شارلاتان حقیقتا خیلی از حرفایی که میزنه politically incorrect، چون سیاست مدار نیست، حرف حق رو میزنه، ولی حرف حقی میزنه که خودش عمل نمیکنه و خودش باور نداره. در هر صورت با هم اینو بشنویم و آقا رضا اینم شما نگاه کنید ببینید اینا پشت صحنه کیا هستن، جلوی صحنه کیا هستن. شما چرا انقدر توهین میکنید؟ آخه من به شما توهین کردم؟ ما در جده خوشکه برست فراخوش کردی که بوهای خودی خوشکه شما در جده ننت گاگه شد مگر اینکه حسنایی کنی. من این مردیکه رو، همین مردیکهی به قول شما اسم چی بود، همین کرده مادر جنده زنجنده رو اصلا نمیشناختم. من روز یک شنبه برای اولین بار با این مادر خوشکه من مرافعه کرد. حالا ماجرا چی بوده؟ این آقای مسعود سعد یکی از این دوستان کرد که دنبال تجزیه طلبی و خودمختاری و اینا هست، اونو تو برنامه میبودی دیده، این مال دو سه سال پیش هم هست و اینم تماس گرفته که بیا مصاحبه کن. مصاحبه کرده، با این که مصاحبه کرده هی مثل اونا حرف زده. دیدیم مثلا آقای رضا پهلوی وقتی میره یه جا اونا میگن خلیج، اینم خفه میشه و نمیگه خلیج فارس. اینام همینجوری، اینم گویا گفته نمیدونم مردم، امت، ملت، که من هنوزم تفاوت اینا رو نفهمیدم. و امید دانا با این لو لایفه، یعنی ببخشید پس فطرتیه که این کار رو بکنی، که زنگ بزنی یه پیرمردی رو اینجوری حالا صداش رو ضبط کنی، بعدم اینو بریده بریده کنی، بعد بذاری، بعدم بنویسی توهین‌های رکیک مسعود سعد پای تلفن به این جانه. خودتو یادت بیاد 4-5 سال پیش به من چه توهینایی میکردی و من رو خطم میگم گفتم امید دان نادان، و بعد حالا معلوم شد چه کسایی به تو پول دادن، چه کسایی کمک کردن و چجوری با کمک آخوندها از ایران اومدی بیرون و نفوذی بودی. الانم که قشنگ دیگه دست و پا رو شستی و قشنگ از سپاه حمایت میکنی، از سلیمانی حمایت میکنی و الی آخر. اینم از این ماجرا، این ماجرایی که من نوشتم. اگر شاه چنین حرفی زده باشه دلیلش هم اینه که به حرفای فرح اصلا نمیشه اطمینان کرد. فرحی که شوهرش تو اون اتاق بوده، این مردا رو میآورده تو این اتاق میخوابیده شاه وقت، البته خب شاه هم با خانما میپریده. بعد جالبه یه آقای اومده نوشته که آقای سوربی شما مدرک دارید که فرح هرزه است؟ گفتم که والا بنده شیراز بودم، فرح هرزگیاشو تهران انجام میداده، ولی پسر خالش اینجاست، رفته به مامانش شکایت کرده، فرح اومده بهش گفته آقا این وسط پا مال خودمه، به هر کی دلم بخواد میدم، به هر کی دلم نخواد نمیدم. دیگه شما از این مدرک بیشتر چی میخوای؟ بعد از این جالبتر یه خانمیه که آمده منو تهدید کرده، آقا شما یا مدرک بیار نشون بده یا من میام
میگم شما میاد چیکار میکنی؟ از این فاتی کمانده ها هست، حالا براتون نشون میده. امید نادان رو خوب گفتید. بله بارها من اینو گفتم و اون موقعی بود که چسبیده بود دنبال کون رضا پهلوی برای پناهندگی و این خانم رکسانا گنجی و اون آقای فواد پاشایی گلوله تو دهنش، این فواد پاشایی سخنگوی سازمان مشروط خواهان، میگه قربان بیرون وقتیم و در بیانتونیم که بولیم بیرون بولیم. بدبختا یه نفر پیدا کنید که بتونه حرف بزنه، اسمش سخنگوه، باید سخنور باشه بتونه حرف بزنه. خب اینه، حالا براتون این سازمان ها رو هم نشون میدم. و اما یک خانمی که فکر کنم از شماره تلفنشون ایشون و همسرشون قبلا بارها تلویزیون مردم رو حمایت میکردن، ولی یعنی پول به اون صورت ندارن. میگم که حامیای ما معمولا پولدار نیستن، مثل نه دوزای رژیم شاه هستن دلار 7 تومانی آورده باشن، نه آقازاده ها و ملا ها هستن. ببینید که میره مثلا با بیژن فرهودی که با اون چیز میکنه، آقای زم پولا اونجا خرج میشه، آقای نوریزاده دلارا رو میگیره، اون کسای دیگه آقای چالنگی و دوستان دیگر رو چی میکنه. ما اینجا بی پول ترین قشر جامعه که یا کارگر هستن یا باباشون کارگر بوده یا معلمن یا ارتشی هستن، اینا دور بر ما هستن، تعارف هم نداره. حالا همینا هم میتونن کمک کنن، ولی میگن نکنه فردا ما این 10 دلاری که دادیم به سوربی خودمون محتاجش بشیم، پس امروز نمیدیم به سوربی، حالا ببینیم لاتاریمون برنده میشه. ولی این خانم یه پیام گذاشته که من پیام شما رو پخش میکنم خانم، ولی ببینید تقصیر خود ما، و من حالا توضیح میدم ببینم دوستان هم نظرشون رو بگن. دوستان من از این به بعد برنامه ها رو بلافاصله بعد از فیسبوک ور میدارم و فقط روی یوتیوب، البته رو فیسبوک هم هست ببینید، چون اینکه نمیشه بیان 1000 نفر رو فیسبوک نگاه کنن ولی یوتیوب رو 500 تا 600 تا نگاه کنن. ما اقلا اونجا 2 سنت 5 سنت بابت یه آگهی گیرمون میاد. شما حمایت که نمی کنید اونجا هم دریغ می کنید، میان اون برنامه فیسبوک رو نمیدونه. حالا فیسبوک مثلا راحت تر احتمالا کم حجم پخش میکنه اینا رو، من اون وقتا زیاد مطالعه میکردم میدونستم، ولی الان نمیدونم چه دلیلیه که وقتی که یوتیوب اینجا هست با کیفیت بهتر که فیلم ضبط شده دستگاهمون رو ما میدیم به یوتیوب، شما اینو ول میکنی اون پایین تری مال فیسبوک رو نگاه میکنی. اگه کسی میدونه که مثلا فیسبوک رو 140 کیلو پخش میکنه، یوتیوب رو 360 پخش میکنه، اگه اینا رو میدونی برای من توضیح بدید. در اصل اینم از این، و سعی میکنم بلا فاصله که یوتیوب رو گذاشتم اونو بردارم، حالا 1000 تا اومده 2000 تا اومده اینا رو هم بهتون نشون میدم اگه یادم باشه. در اصل بازم ممنونم از آقای مصطفی زاده، ولی بریم سراغ پیام این دوستمون. نمیدونم این شماره هست، اجازه بدید، یا این شماره آقای مرتضویه، بذارید ببینم، فکر کنم این آقای مرتضویه. آقای سوری سلام مرتضی. بله آقای مرتضی ممنونم، دو تا پیام تو گرفتم، اگه بتونی این پیام ها رو بیاری روی زیر 10 دقیقه بهتر میشه، خلاصه به اصطلاح اهم اخبار رو به ما بگی. و پیاماتم امروز پخش میکنم، چون ساعت 2:30 من قرار گذاشته بودم با یه کسی مصاحبه کنم، متاسفانه هنوز از روی اسکایپ به هم دیگه وصل نشدیم. این دوستان وقتی بهشون میگی میگه اوکی، بعد میرن دیگه، نمیان قبلش مثلا وصل بشن امتحان کنیم صدا تصویر و اینها، اب نداره. بیاین بریم سراغ اون پیام و شماره‌ای که این خانم عزیز پیغام گذاشته، ببینم که کجاست. خدایا چیکار کنیم، یه مدت این پیام‌ها رو ما روی چیز ضبط میکردیم، روی صفحه کامپیوترمون اونجا نگه میداشتیم، ولی الان دیگه هی کار دارم میرم و میام. فکر کنم اینه، بله، از ایریا کد 608. بله بله، حالا بذارید ببینیم این خانم چی میگه و نظر من چیه درباره این. قلم و کاغذ بر میدارم گوش میدم، پیام ایشونم 1 دقیقه و 17 ثانیه است، یادداشت میکنم و جواب میدم. بفرمایید.
آقای سوربی سلام عرض کردم، میخوام به شما واقعا تبریک بگم که اینقدر قشنگ و خوب از این مردم ایران انتقاد میکنی. تمام این مردم ایران آگهی هاشون دروغ، حرفاشون دروغ، تظاهر میکنن. من امروز هم شبخیز هم نمیدونم مال بشارتی و تبلیغ کردن که مثلا 750 تومن رفت و برگشت، یه بارم بلیتاتون میتونید عوض کنید تو اینا. بعد حالا که زنگ زدم بالای 1000 دلار، در 1000 دلار، اصلا 1000 دلار چیه؟ اینا دارن چی میگن؟ فقط بلده این بشارتی بیا لباسای گرم قیمت بپوشه و با دخترای 14 ساله فیلم بده، فیلمای گرون گرون، وقت بیا سر ما ایرانی ها رو کلاه بذاره. دروغه، همه تبلیغای شبخیز دروغه، دروغ محضه. مثل آپارتمانایی که تو دبی فروخ کلاه همه رو برداشت. خیلی ایرانی ها دروغ میگن و کثیفن. تو مرد بسیار خوبی هستی آقای سوربی، بسیار من به شما اعتماد دارم. خدا حافظ. خدا نگهدارتون باشه. اگر درست فکر کنم شما همون خانم باشین و همسرتون، گفتم قبلا هم یک حمایت به اصطلاح، حالا نمیخوام بگیم ناچیز، تا در حد توانتون بوده میکردین، امیدوارم این کار انجام میدین. درباره آگهی ها ببینید، بیاین همینجور که شما از صداقت من تعریف میکنین، من هم از شما میخوام که بیان با خودمون صادق باشین. ببینید این ماجرای بلیت هواپیما مخصوصا نه فقط برای ایرانی ها، برای آمریکایی ها هم مسئله ساز شده. شما الان برو بزن از اینجا من میخوام برم فرانکفورت، مینسه رفت و برگشت 170 دلار، وقتی میری داخل مینسه 1500 دلار، بعد اون موقع گفته نان استاپ یعنی مستقیم، بعد حالا میگه 3 جام باید عوض کنی، از اینجا برو نمیدونم واشنگتن، از اونجا برو فلان بیساری. ماجراش چیه؟ ماجراش اینه که اینا قیمتی که به شما میگن بدون مالیات، البته قانون گذاشته آمریکا که اینا مالیات هم بکشن روش، قیمت تموم شده رو بگن، ولی با همه اینها مثلا میان آگهی میذارن ترکیش ایرلاین 680 دلار راوند تریپ. درست میگه خانم، دروغ هم نمیتونه بنویسه، پدرشو در میارن اگه دروغ بگه. من اولا آقای بشارتی نمیشناسم، من یه محمود بشارتی باش هم کلاس بودم، عجب جونوری بود، اصلا این دلغه که کلاس بود و هر جا هست خوب و خوش باشه، اون باید از من چون 3-4 سال رد شده بود تا ما رسیده بودیم بهش، به هر کی میگفتیم میگو آره بابا من با اونم هم کلاس بودم. در هر صورت من این آقای بشارتی رو نمیشناسم، احتمالا یک کسی که آژانس مسافرتی داره و براتون حالا ماجرای بلیطای هواپیما رو بگه. بلیط هواپیما به این صورته که یه عده‌ای هستن میاد مثلا 50 تا بلیط رو پیش خرید میکنه از یک هواپیمایی که 300 نفر داخلشن، این 50 تا بلیط رو میخره، اونا هم اون 50 تا بلیط رو بهش دونه 500 دلار میدن و این میاد آگهی میزنه دونه 680 دلار، و ممکنه همون 680 دلار هم بفروشه. بعد نفر 51می، حالا ما فرض رو بر این میگیریم که اینا صادق صادقه، نفر 51می که زنگ میزنه، این دیگه بلیطای 680 دلاریش یا 500 دلاری خودش خریده تموم شده، میره رو اینترنت برای شما بلیط پیدا میکنه 50 دلار خودش میگیره و این بلیط، حالا بلیطا هم ماجرا داره، شما اگه از امسال بلیط بخری برای سال آینده ارزون تره، ولی اگه خدای نکرده فامیلتون یه طوری شده باشه، یه نفر فوت شده و شما بخوای بری ارث و میراثشو بگیری، بری به کار دفن و کفن و فلان برسی، عروسی باشه بخوای بری، عجله داشته باشی، اونا هم گربه رو دم حجله میکشن، میگن حالا که تو عجله داری میخوای هفته دیگه بری، ما هم میدونیم اگه بهت بگیم 2000 دلار هم شما میگی خب دیگه حالا که زوره یا امام حسین. این ماجرا هست. ولی شما یه نکته رو گفتی، میدونید که آقای شبخیز تازگی ها سکته قلبی داشته یا یک مشکلی داشته و اینها، و من چند مدت پیش که دیدمش اینجا یه نمایش نامه‌ای داشت، خب اینا از من مسن‌ترن و همشون چون موهاشون رو رنگ میکنن خودشون فکر میکنن من از اونا مسن‌ترم، من که میدونم من از تون جوان‌ترم، چون مثلا وقتی من دانش آموز بودم آقای شبخیز از اردو نمیدونم چی بوده اون روز چی بود
اردوی رامسر و اینها خوانندگی میکرده، آمده تو برنامه فرخزاد، یعنی حداقل 3-4 سال از من بزرگتره. خب ولی موهاشون رنگ میکنن، بعد فکر میکنن که جوونن. اب نداره، جوون فکر کردن خوب. آقای شبقیز اون مهاجره های اون خونه ها و آپارتمان های اول دبی که چه تبلیغایی، چه پولایی، اون بود نادر رفیعی بود، اون یکی دیگه علیرضا کی بود اسمش، آقای میرزا قاسمی بهش میگن، علیرضا قاسمی بود، امیر قاسمی بود، و اینا همشون وقتی دبی یه دفعه از لحاظ اقتصادی سقوط کرد، اینا سقوط کردن، بعضی هاشون اصلا ول کردن، چیزها رو فرار کردن از اونجا، چون اگه اونجا وای میزدن زندانی میشدن. خب حالا ماجرا اینه که اینا وقتی همچین دردسری پیش میاد به همه نمیگن، بعد راه افتادن رفتن کجا؟ آنتالیا، ترکیه، اینها، اونجا دوباره شروع کردن همین بازی. و خیلی جالبه، خودشون بیشتر از دوستان، خودشون بیشتر از شما میفتن تو این چاه، چون هی که میخرن هی هرس میزنن برای خودشون بیشتر، هی که به شما میفروشن هی اون طرف میگه حالا به شما به جایی که سودشو بدم یه خونه دیگه بخر، دو تا آپارتمان، سه تا آپارتمان، اسرائیل آپارتمان دارن، ترکیه آپارتمان دارن، نمیدونم همین دبی آپارتمان دارن. آقا شما یه آدمی، اولا هممون که مثل خر کار میکنیم، وکیشن نمیریم که، ثانیا حالا شما بخواه به وکیشن هم بری، برو یه هتل اجاره کن دو روز سه روز، بهترین هتل، هر سال هم مجبور نیستی بری همونجا، وقتی هم میری اونجا حالا سقفش آب داده، توالتش نمیدونم آب نمیکشه، هی باید وایسی درست کنه. یه دوست ما اینجا رفته بود یه خونه خریده بود کنار دریا، هی به منم میگه شما بیا یه آپارتمان بخر. میگم آقا برای چی آپارتمان بخرم؟ میگه برای بچه ها. میگم آقا بچه ها من الان باید بهشون نون بدم، الان برم برای آیندهشون، پول که نمیخواد، قصی فلان، بیچارم بعد خونه رو از دست داده اینا. بعد تازه ما رو از اینجا دعوت میکرد که بریم اونجا، وقتی میرفتیم بریم اینجا الان رنگ بخریم بریم. گفتم خب اینه آپارتمان داشتن، سه روزم که میای اینجا باید رنگ بزنی و درو چی کنی و اینجا زنگ زده و اینجا این فلان چی کار نمیکنه و یخچال آب داده. گفت من لذت ببرم این کارها رو انجام بدم. گفتم آقا یه آگهی بزن هندیمن مجانی همونجا کار کن دیگه، چرا 54 ساعت 150 کیلومتر رانندگی کنی بری یه شهر دیگه حمالی کنی؟ شما ناراحت نباش، ولی من از شما گله میکنم. شما زنگ میزنی میگه 670 دلار، بعد میگه آها چون شما بچه شیراز هستی یا بچه مشهد هستی این نرخ فقط برای تهرونی ها هست، شما باید 50 دلار هم اضافتر بدی. خب یا بله قبول میکنی یا میگی نه من با تهرون همون 680 دلار میگیرم، اونجا بلیت داخلی خواهرم، مادرم، پدرم، پسرم، فرزندم برام میخرن. ببینید به زور که شما رو رو صندلی شکنجه و اینها ننشوندن، این میدونی یکم هم تقصیر خود ما هست. البته این تریکه، این کلکه، این به قول سرکار استوار پالتیکه، این فروشنده و اینا از شما بزرگ نگاه، نمونش پمپ بنزین نگاه کنید، دقت کنید، نوشته مثلا تو کالیفرنیا احتمالاً گرون‌تره، نوشته هر گالون بنزین 3.99، برید نزدیکتر نوشته 3.99 و 99 و 99 و 99، هرچی 9 تن و 3 گذاشته پشت این، که شما به مغزت نرسه که بابا این 4 دلاره. تازه اگه دوستاتم بهت بگن آقا بنزین گرون شده، میگی نه هنوز 3 دلاره. 3 دلار و 99 سنت و 99 صدم یا 999 هزارم یه دلار، یعنی 4 دلار 1000 دلار که 1/10 سنت میشه کم، ولی شما هنوز تو مغزت میگی چی؟ میگی 3 دلاره. این تریک ایناست. شما باید قوی باشی، شما باید خودتو نگه داری، بهش بگی خیلی ممنون، شما گفته بودی 680 دلار، الان میگی 1000 دلار، من نمیخوام. طلب گوشی رو قطع کنی. 10 بار که گوشی رو قطع کنی، این میبینه اون 10 نفر 10 تا نیم ساعت وقتشون تلف شده، ولی این 10 تا نیم ساعت 5 ساعت وقتش تلف شده. پول لاده
آگهی پخش کرده، حالا هم داره وقت میذاره، بلیت نمیفروشه، نخرید. سزای گران فروختن یا سزای گران فروشان نخریدن است. نخرید. خودتون رو اینترنت 100 تا وبسایت برید مستقیم رو ترکیش. البته بهتون بگم من خودم بارها نگاه کردم یه جایی که تیکتایی که اینا میدن 600 دلار، شما مستقیم برید رو وبسایت اون به شما گرونتر میده. امتحان کنید. در اصل ممنونم که من رو صادق میدونید. متاسفانه یکی از عیبای من همینه، میگم دوستم نوشته آقا شما دیپلمات. ببین یعنی حقیقتا به من میگه شما دروغ بگو، شما احساسات خودت رو اونجوری که حس میکنی بیان نکن. خب ببخشیدا، اینه که میگن طرف مدفوع رو میذاره توی آلومینیوم به جای ساندویچ به ما میده. خب ما باید ملت و هوشیاری باشیم، قبول نکنیم. اقلا سربی اگه فوش میده بوگند میاد، شما میگه آخ برم اون وقت، میفهمی میری اون وقت. ولی من دارم اینو میگم، شاهی که پدرش فقیر بوده اومدی خوردی بردی کردی هر غلطی دلت خواسته، بعد میای میگی من به این ماهی ها اگه این خوراک بدم اینا هم سیر میشن، میگن مرگ بر شاه. خاک بر سر. وقتی گفت مرگ بر شاه، مگه این شاه حسین ملک حسین از اردن نیامده بود شما؟ مگه بهت نگفت برادر بیا بریم تو بازار؟ خب تو حرف ملک حسینه که قبول نداری، من حرف علم و ملم و قلم و دلام اینا هم که قبول نداری. یه آدم خودسری که هیچ فرقی با این ولایت فقیه نمی کنی. این عمامه سرشه، تو تاج گذاشته بودی سره، چه فرقی میکنه؟ این آقای چیز بارها گفته بود که شما اونجایی که این قانون مشروطه و اینها، اینجایی که نوشته شاه، شما اینو بردار کلمه رو بکن ولایت فقید، میبینی حسن همینه، ولی گوش نمیدیم، عمل نمیکنیم و همینجور میریم. در صورت اینم از این و بریم سراغ بله سلام. آها این درباره شما، منم به شما سلام میکنم. مردم ایران همه دروغگو نیستن دیگه خانم، همین من که دروغ نمیگم، شما که دروغ نمیگی، شما میتونی بگی اکثریت دروغ میگن و من و شما چون با 80 میلیون صحبت نکردیم هنوز نمیتونیم بگیم اکثریت. میتونیم امیدوار باشیم که تعداد اونایی که مثل من و شما دروغ نمیگن، حالا اگه ضرر هم میکنن تو زندگی، زیاد باشه. اینم از این آگهی ها دروغ تظاهر میکنن. بشارتی رو نمیشناسم، ولی از اینکه دخترای جوون میگیرن میاد و اینها هیچ مسئله نیست. اون دوستمون آقای شاهین فاطمی نوشته، من اصلا نمیتونم بخونم، شما نوشتی N V N S G H L T F V L H، تو رو خدا آقای فاطمی قرونت برم، این چیه خودت برم بخون. بله خب خانم ناهید قلمکار گفته موضوع سفر رضا پهلوی به عربستان چی هست؟ یکی از فرندا پرسیدن واسه منم سواله. خب من اینو به موقعش نشونتون میدم، اجازه بدید که برنامه رو همون به ترتیب به روال معمولی بریم و از آقای امیرحسین لادن خواستم که جمعه با ما باشن، چون دوشنبه دو روز پیش من چون گفتودم میرم مسافرت، بنده خدا ایشون گفت خب پس منم برنامه نمیذارم، بعد من نرفتم، بعد ایشون فکر میکرد من برنامه ندارم. میگم بعضی وقتا این نامه ها وقتی مینویسیم مینویسیم اینا گم و گور میشه. مثلا ایشون یه سوالی از من کرده بود، یه چیزی نوشته بود، یه چیز خیلی جالب فرسته بود، من جوابش ندادم. دو روز بعد دیدم ای بابا اینجا نوشته اینجوری، جواب دادم بهش. اون چیزی که نوشته بودن ایشون یه مثالی زده بودن در رابطه با اون سرود ای ایران. دوستان اون سرود ای ایران هیچ وقت سرود ملی ما نبوده. ما نشنال انتممون یا سرود ملیمون یکی اون بوده، وطنم اون مال دوره قاجار و اینا بوده که چقدرم چیز خوبی بوده. من نمیدونم حالا این حقیقت داره، مال اون موقع بوده و اینا انقدر احمق بودن اومدن عوضش کردن شاهنشاه ما زنده باد جاوید باد. اون سرود ملی بوده، بعد سرود ملی اصلا شد سرود شاهنشاهی، یک اشتباه دیگه شاه، یه شکر خوردن شاه. بعد بعدم آخوندا که اومدن سرود آخوندا که والا من میگم اصلا من نمیدونم چی هم هست، یکی بفرسته یکمش پخش کنیم ببینیم اصلا ما اینا میذارن سرود خودشونو یا نه.
یکی دو تا مسافرت هایی که سفرای ایران، وزیر امور خارجه ایران این ور اون ور رفته بوده، گویا نوتی که اونا داشتن و میدونید ارتششون میاد، اون به اصطلاح ارکستر ارتش میاد مراسم سان و اون سرود و اینا رو میزنه، سرودایی که زده بودن سرود شاهنشاهی بود. خیلی ها یه ملت 30 میلیونی باید بگی سرود شاهنشاهی، نباید بگیم سرود ملی. و بعد به ما میگن وطن پرست باش. کتاب این آقای هیتلر رو گوش کنید، وطن پرستی و میهن پرستی اینا رو توضیح میده. میگه آقا این نیست که شما گشنه باشی یه جایی باشی بعد چون بابات گفته من آلمانی هم تام وطن پرست باشی. وطنت اول باید برای تو یه کاری کرده باشه که تو بهش مدیون بشی. این آقای آریانپور میگه ارتشیا محصلا یکیتون بیان به من بگین در چه کلاسی در کجای ارتش به ما وطن پرستی یاد دادن. یادتونه 2 ساعت درس اخلاق، 2 ساعت درس دینی، 2 ساعت درس انقلاب سفید، 3 ساعت درس کوف، 4 ساعت درس ریاضی. نداشتیم درس وطن پرستی، نه تو مدرسه ها، نه تو ارتش، نه تو ادارات. خب وقتی شما درسشو نخوندی، شما میدونی تمام چیزایی که ما میگیم از یه جایی یاد گرفتیم، الا این که بگید آقا من امروز نشستم یه آزمایش کردم اینو کشف کردم. فقط کشفیات خودتون هست که اینا مال خودتونه، ولی باقیه رو از رادیو شنیدی نقل قول میکنی، از روزنامه خوندی، رفتی بیشتر تحقیق کردی، داری نقل قول میکنی. همه آموخته های ما از دیگرانه. حالا وطن پرستی هم همینه. طرف میگه آقا شما وطن فروش هستید. میگم من که 100 بار گفتم آقا این پاسپورت که ندارم، بیا این پاسپورت من. شما که وطن خر هستی بگیر 2 تا داشته باشی، بگیر دیگه، ببینم کدومتون میان جلو حاضرین $10 بابت فروش وطن من به من بدید شما بشید وطن خر به توان 2. نیست، دروغ میگید. خب حالا میبرمتون بعدن یه نیم ساعت آخر که پتیک دیگه خسته شده باشه نگه چرا رفتی فیسبوک اونجا. و پتیک آقای مرتضوی خیلی از شما تشکر کرده، خودشم گفته این مرتضوی یه طنز خاصی تو گفتهاش هست که بدونی که شاید خودشم متوجه بشه مردم رو جلب میکنه. دلیلی که من جلب شدم این بود، من باش خیلی اختلاف دارم، ولی دیدم یه خبراری که میخونه اولا کار شما رو آسون میکنه، میگه روزنامه نیویورک تایمز، این روزنامه واشنگتن پست، این واشنگتن نمیدونم جورج چی، اون یکی وال استریت، این بعد شما هر کدومشو بخوای میری پیدا میکنی. حالا اون وقتا میرفتی میخریدی، الان رو اینترنت میتونی پیدا کنی. بالاخره طنزی که میگه که آیه پتیک من به خاطر اینکه کتابمو خریدی ازت تعریف نمیکنم، به خاطری که اینقدر وقت گذاشتی قشنگ هم خوندیش هم برای دیگران توضیح دادی. در صدی آقای شاهین فتحی تو رو خدا، یا فاتحی، یا اینو پاک کن یا برای من درستشو بنویس، من نمیفهمم این چی نوشتی. اعصاب ما میدونیم مثل چیمونه، مثل مثلا شما داری رانندگی میکنی یه نفر بغل دستت هی اینجوری میکنه. حالا شما وای میسی می خدای چیه لاستیکم پنچره، یه چیزی از ماشینم افتاده اینا، بعدن که میرسی اون آخر میگی نه آقا میخواستم بگم تابلو بغلی رو نگاه کن، عکس یه زن لختی مثلا کنار خیابونی. نکنید اینجوری، ما داریم رانندگی میکنیم دیگه. حالا این درست فرمون نداره این تلویزیون، ولی بالاخره داریم هدایتش میکنیم میبریمش یه جای. خب عکس بختیار، دوستان عزیز اگر تا امروز هر مشکلی داشتید از لحاظ کمپوزیسیون، از لحاظ اپوزیسیون، از لحاظ جنبش، از لحاظ اینکه آقای رجوی نابود شده پیداش نیست، از لحاظ اینکه رضا پهلوی خفه خون گرفته حرف نمیزنه، مشکل ما حل شد. میدونید که یه شخصی به نام آقای شاپور، دکتر شاپور بختیار، که اونم باید یکی پیدا بشه ببینیم این دکتراش از کجا گرفته، چون اینکه همش میگن زندان بوده، بعد آمد و 37 روز شد وکی، شد نخست وزیر شاه. و به همین خاطر جبهه ملی گفت که ما با شاه سازشی نداریم، پس تو جبهه ملی نیستی، کردش بیرون، که اونم اشتباه جبهه ملی بود، ولی جبهه ملی باید میومد دوربر بختیار رو میگرفت، اصلا قدرت رو میگرفت. اولا این صورت آقای، اسم این پسر پاتریک،
ماشاءالله نگاه کنید اسم بچه‌های اینا همشون پاتریک بوده، نمیدونم سباستیان بوده، فلان اینا. آقای شاپور بختیار، بختیاری، قوم بختیاری، اسم خودش شاپوره، پسر شاه، اسم بچهش پاتریک بختیار. ولی این کنار خیلی قشنگ نوشته، اینو هم خانم لیلا صادقی، که این خانم لیلا صادقی هم یکی از این دهنگشادهایی که دنبال کون رضا پهلویه، چند بارم تا حالا به من فحش داده، اب نداره. پاتریک بختیار فرزند شاپور بختیار آخرین نخست وزیر ایران در دوران پادشاهی پهلوی با صدور پیامی خطاب یا خطاب به مردم ایران از آنها خواست تا برای فروپاشی هرچه سریع تر جمهوری اسلامی از رهبری شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنند. متن این پیام بدین شعر است: هم میهنانم، دوستان، تو رو خدا، این باز دوباره اون شعره هست، پدر مردم ایران اگر این بی پدر است، آخه یکی به این آقای بنگی بگه، گویا ایشون افسر پلیس همون شهری بوده که باباشو گوش تا گوش سرشو بریدن. خب دیگه از شاپور بختیار تریاکی قیافه بهتر از این برای بچهش شما نباید انتظار داشته باشی. حالا این یکی بگه که اولا تو چه کاره هستی، چه وزنه هستی در کار سیاست ایران، بعد تو این 40 سال گذشته آیا شما با رضا پهلوی بودین؟ توی تظاهراتی شرکت کردین؟ برید خجالت بکشید، برید همون تریاک مریاکتون حقوق فرانسه رو بگیرید، نعشه بشید و برید تا بمیرید. سرود آخوندها از انقلاب تا پایان جنگ شد جمهوری اسلامی بیا بیا بود، بعد شد سر زد از افق شد. آقای خوشنودی میگه، این خوشنودی چیزایی که میگه معمولا مستنده، ولی خب حالا کاری نداره که الان من اینجا قربونش بریم، این ماوس و اینترنت واقعا همه چیز رو داره. جمهوری اسلامی بهش چی میگن؟ اسلامیک ریپابلیک، اسلامیک ریپابلیک نشنال انتم. ببینیم چیه الان. ایران نشنال انتم اف دی اسلامیک ریپابلیک فلان. این یه دقیقه هم هست، دوباره اون پایین تر هم یه دقیقه یه دقیقه یه دقیقه، بعد پایینش نوشته اسلامیک استیت انتم، که این مال آیسیسه. نه ما اونجا کاری نداریم. ضمناً آیسیس امروز خبر رسید که چند تا دوچرخ سوار که دوتاشون آمریکایی بودن اینا رو کشته، و اینم دوچرخ سوارا آمدن. بله ببینید، این الان وقتی هم میزنیم رو پرچم ایران گذاشته، حالا من براتون پخش میکنم ببینیم چیه، ولی قشنگ نوشته ایران نشنال انتم اف دی اسلامیک ریپابلیک اف ایران، دیگه ایران. اوکی ببینید چیه. والا من یه بارم این رو تا حالا نشنفتم. حالا میخواین باور کنید میخواین نکنید، اون آهنگ اول چیز بذارید من. آها بله بله، یک لحظه. بله بله بله، خیلی خوشحالم که ایشون تونست ارتباط برقرار بشه، امیدوارم تصویرم داشته باشیم. بله ببینیم. من تصویر شما رو ندارم، من روی ایر هستم الان، روی هوا، روی آنتن. شما ویدیو با این پروگرامی که فرست دارین تماس میگیرین ویدیوتون دیده نمیشه. خب پس اجازه بدید من دوباره تماس بگیرم. دوباره لطف کنید ویدیو رو بهش اساین خیلی. کنید یا بهش بگید دستور بدید کدوم ویدیو، بعد تماس بگیرید. مرسی، ممنونم که تماس گرفتید. خب دوستان عزیز، اگه یادتون باشه من یکی دو هفته پیش یه دختر خانمی، یک بانوی ایرانی، یه چیزی نوشته بود درباره رضا پهلوی که آقا رضا، جوانای ایرانی به شما چه دینی دارن که طلبکارم هستی؟ و حتی دوستامونم ناراحت شدن از ما که چرا ما طرفداری از ایشون کردیم. دین دین دین
قشنگ. بله آها خیلی عالی، فقط داره سقف نشون میده، یکم بیارم بله بله خیلی هم خوب. خیلی خوشحالم که شما تونستید ارتباط برقرار کنید. دوستان عزیز، با شخصی هستیم که 2 هفته پیش 10 روز پیش من یک نوشته ای را از ایشون، یک خانم ایرانی که تماشاگر برنامه ما هست، اگه بتونید دوربین رو ثابت بذارید یه جایی تکون نخوره ممنون میشم. میدونم شما با تلفن و امکانات کم دستی هست، ولی یه کتابی بذارید این برون برش یه چیزی. بله خب بله اجازه بدید من به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم. اگه لطف کنید در 1-2 دقیقه خودتون رو معرفی کنید، بعد این ماجرای تهدید و حمله و اینها رو بگید و به ما بگید که معمولا ایرانی ها وقتی از ایران میان بیرون اگر هیچ علاقه ای هم به رضا پهلوی ندارن اینجور وانمود میکنن که بتونن یه پناهندگی بگیرن، یه نامه ای بگیرن، ولی شما برعکس آمدید گفتید که آقای رضا پهلوی ما جوان ها چرا باید به شما مدیون باشیم. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم. تصویر خوب بود، همینجا اگه بتونید ثابتش کنید بسیار خوبه. خب اولا خوش آمدید خانم حوری خانم، درست میگم؟ بله بله بله. خودتون رو لطف کنید معرفی کنید برای دوستان بیننده و شنونده و چند دقیقه درباره خودتون بگید که چرا امروز از وطن بیرون هستید، بعدم بگید که این ماجرای حمله و تهدید و اینا چیه، یعنی ما تو مملکت آزادم به هم دیگه حمله میکنین؟ ای داد بیداد بفرمایید. خواهش میکنم. در شروع من سپاسگزارم از شما و سلام و درود میفرستم بر تمام مبارزین و ایرانیانی که هم در داخل ایران به مبارزه و تلاش و کوشش برای براندازی این نظام و ظلم و ستم و خرافاتی در زحمت میکشن، هم برای ایرانیانی که در خارج از ایران هستن به هر دلیلی هر کدومشون به خاطر مشکلاتی که این نمیتونیم بگیم جمهوری اسلامی، تمام نظام هایی که توی ایران بودن و باعث شدن که به هر نحوی ایرانی خارج از ایران باشن و از وطنشون دور باشن، سلام و درود میفرستم. من حوری قرداغی هستم و الان به مدت 3 سال هستش که خارج از ایران هستم. در جهت فعالیت های من بیشتر در رابطه با حقوق زنان بوده که هم در داخل ایران این فعالیت رو داشتم، هم از وقتی که اومدم خارج از کشور این کار رو میکنم و اتفاقایی که افتاده این که توی مدت برای زمانی که من در خارج از ایران هستم فکر میکردم که این وظیفه هر ایرانی هستش که وقتی وارد فضای باز و بدون محدودیت میشه این وظیفهش هستش که صدای مردم ایران، مردم ستم دیده و تحت ستم ایران باشه که بتونیم صدامونو به تمام دنیا و کسانی که میتونن مؤثر واقع بشن در این برای نجات ایران در این راه کمک بکنیم. ولی متاسفانه و متاسفانه در حتی در خارج از ایران هیچ ایرانی در امنیت نیست، فقط به صرف این که توی اون جغرافی به دنیا آمده است و این ظاهرا تا آخر عمرش هم برای یک ایرانی که تو اون جغرافی خاورمیانه به دنیا میاد باهاش هستش و هیچ امنیتی در هیچ جای دنیا نیست. من در الان در اروپا هستم ولی با وجود این همین جا تو همین جایی که این همه دم از آزادی، دموکراسی، دم از حقوق انسانی میزنن، ولی همین جا هم ما تحت چرور بودیم و اتفاقی که برای ما افتاده. من الان در دانمارک هستم و واقعا از لحاظ شهروندی و از لحاظ زندگی همه میدونن که اینجا کشوری هستش که واقعا شهره عام هستش توی دنیا و اینکه چه حقوق برای مردمش قائل هستن، ولی با این حساب همینجا هم ما از دست نیروهای جمهوری اسلامی و کسانی که با کوچکترین حرکتی که در خارج از کشور حتی بخواد یک ایرانی داشته باشه مخالفت میکنن و به راحتی میخوان از سر راهشون بردارن برای اینکه همه چیز را در
وقتی در به ضرر منافع خود میبینن خیلی راحت میخوان حذفش بکنن. اتفاقی که افتاده ما دو ماه گذشته در نیمه شب ساعت 2:30 بود که از طرف نیروهای جمهوری اسلامی به محل اقامت ما حمله شد. در ابتدا بگم که فعالیت هایی که ما داریم غیر از این که در جهت آگاه کردن مردم برای خرافات و کلا با اسلامی که واقعا یک بیماری هستش که الان تمام مردم ایرانو گرفته، ما یک سایتی داریم به نام سایت آوای بوف هستش که توی تلگرام، تویتر، اینستاگرام و تلگرام فعالیت های ما داریم که کتاب هایی که به صورت ممنوع چاپ هستن در ایران و جمهوری اسلامی اجازه چاپ و این کتاب ها را نمیده، به خاطر اینکه این کتاب ها یا اسلام رو نقد کردن یا خود نظام رو نقد میکنن و ممنوع اعلام شده. فکر میکنم همه ایرانی هایی که حالا در ایران یا در خارج از ایران هستن با شمار زیادی از این کتاب ها آشنایی دارن که جمهوری اسلامی نظام انتشارشون نمیده و خب این کتاب ها خیلی هاشون به صورت زیرزمینی چاپ شده، خیلی هاشون به صورت افست هستن، خیلی هاشون در کشورهای خارجی چاپ شده که ما به همت گروهی که برای این آوای بوف دارن کار میکنن که من و دو تا از برادران و چند تا از دوستانمون هستن که این بنیان رو گذاشتیم که بخوایم این کتاب ها را به صورت صوتی در بیاریم و با تلاشی که واقعا در این چند سال انجام دادیم فکر میکنم یه چیزی بالغ بر 10,000 جلد کتاب هستش که ما به صورت صوتی در آوردیم و ادیت کردیم و صداگذاری کردیم و آماده کردیم و گذاشتیم توی این سایت ها و حالا تو شبکه های اجتماعی که ایرانیانی که هممون میدونیم که مطالعه در ایران به قدری پایین اومده و تمام ناآگاهی مردم ایران و بی اطلاعی و نداشتن اطلاعات باعث میشه که به راحتی هر کسی از راه برسه و تو سر این مردم بزنه و ما گفتیم این تلاشی میتونه باشه، یه قدم مثبتی میتونه باشه که بتونیم یه خدمتی به لاقل در حد خودمون به مردم ایران و کشورمون داشته باشیم که این کتاب ها در هر جایی که مردم هستن، توی مترو باشن، سر کار باشن، بدون محدودیت میتونن این کتاب ها رو دانلود بکنن و گوش بدن. که خب خیلی از کتاب ها گفتم که یعنی میشه گفت 95% کتاب ها کتاب های ممنوع هستش که خب این خودتون میدونه که جمهوری اسلامی از آگاه شدن مردم خیلی خیلی بیشتر از بقیه چیزا ترس داره و میدونه که سلاحی که در آگاه شدن هست شاید حتی تو سلاح های مسلحانه هم نباشه. و خب ما در داخل ایران توی شرایط خیلی بدی بودیم و مجبور شدیم ایران رو ترک بکنیم. من و دو تا از برادرام اومدیم خارج از کشور و اینجا هم به کارمون ادامه دادیم و سایت آوای بوف هنوز هم به فعالیتش ادامه میده که دو ماه پیش که این اتفاق افتاد در نیمه شب ساعت 2:30 که به محل اقامت ما حمله شد و شلیک شد به پنجره اتاق ما، دو تا شلیک با یک بمبی که به اتاق ما پرتاب کردن و خب باعث شدن که من برادرم توی بیمارستان بود و من خودم مدت چند روز توی بیمارستان بودم، ولی الحمدلله اتفاق وحشتناک برای ما نیفتاد. ولی حالا ما یک ماه تحت مراقبت پلیس بودیم که بخوان ازمون حمایت بکنن و بتونیم این عواملین رو خب پلیس پیگیری کرد، شناخته شدن اون مسئولینش یا کسایی که این کار کردن؟ بله عرض میکنم خدمتتون، به دلیل روابطی که بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی وجود داره و اینا اجازه اینو نمیدن که اگه قرار هست حتی خرابکاری هایی که در خارج از کشور اینا انجام میدن بتونن اینو افشا بکنن،
اینا در ابتدا برای اینکه بتونن، حالا ما توی مدتی تحت مراقبت پلیس بودیم، اینا رفتن یک نفر رو گرفتن، گفتن ما یکی رو پیدا کردیم که این کار کردن، که خودشون بعدا به نتیجه رسیدن که من اشتباه کرده بودم. بعد گفتن ما به سفارت جمهوری اسلامی زنگ زدیم گفتیم شما این کار کردین، اونا گفتن که نه کار ما نبوده، ما سال هاست دیگه ترور انجام نمیدیم. در حالی که نمونهش همه دارن میبینن که نمونه هایی که تو کشورهای مختلف اینا دارن این کار رو میکنن و وجود داره، ولی میگم به دلیل روابطی که روابط اقتصادی و منافعی که کشورهای اروپایی با ایران دارن و به راحتی از همه چی میگذرن و عواملین جمهوری اسلامی در کلن تو کل کشورها و فکر میکنم تو کل دنیا پراکنده هستن و دارن این کار رو میکنن و تمام مخالفینشون از سر راه بر میدارن و هنوز هم این پرونده باز هستش و هنوز هم اینا به ما میگن که خب ما داریم دنبالش میگردیم، ولی ما به سفارت زنگ زدیم، اونا گفتن نه کار ما نبوده، ما این کار رو نکردیم. خب خانم من ممنونم از شما، فقط اجازه بدین من بیام باز اون صحبت اول. هر کسی که از ایران میاد بیرون، حتی اگر علاقه و کشش و بستگی به پادشاهی یا مجاهدین اینها نداشته، به یک طریقی خودش رو میخواد به اینها نزدیک کنه، حالا یا بتونه گواهی بگیره یا بتونه وکیل بهش بدن یا بتونه کمک کنه. اون نامه‌ای که شما نوشتید و توی اینجا که ما پخش کردیم کلی حمله کردن بهتون، حتما به خود شما حمله کردن، چون اینا به جز فحش دادن کاری ازشون نمیاد. یعنی کاری رو که جمهوری اسلامی 40 سال انجام میده، فحش و تهدید، 57 سال هم قبلا دو تا پهلوی انجام دادن و من متاسفم که اینا هنوز نفهمیدن آقا کار نمیکنه. اگه کار میکرد شاه و پدرش این همه فحش دادن الان همه نوکرشون بودن، عبد و عبید. 40 سال آخوندا با این همه سپاه پاسدار، بسیج، نمیدونم چند تا نیروی دیگه دارن، گشت ارشاد، به مردم فحش دادن، توهین کردن، الان پوست گردو زیر پاشونه و هر روز ممکنه بیرزن پایین. باز به شما حمله کردن. جناب دکتر به خدمت شما عرض کنم که من حالا این مقدمه‌ای که عرض کردم خدمت شما، این که من از طرف دارم میگم، حالا از طرف نظام جمهوری اسلامی از یه طرف در خطر هستم، این که خب یه چیز خیلی داغ و تازه ای هم هستش. حالا نمیتونی بگی که اون زمان گذشته، برای همین الان شما پا شدید مثلا دارید با شاهزاده مخالفت میکنید و به کرات. حالا شما حتی زیر این پست منو نگاه کنید، فکر میکنم چیز بالغ بر شاید واقعا 50 بار نوشتن برای من که شما مزدور جمهوری اسلامی هست و من میخوام اینو بگم که آیا جمهوری اسلامی مزدور میذاره و خودش دنبالش میگرده که بکشدش؟ این واقعا هم چیز شدنی هست؟ و چرا ما یاد نگرفتیم که هر کسی را که مخالف ماست نکوبیمش؟ من حق دارم به عنوان یک انسان حق دارم نخوام یه نفره. خب دموکراسی هم یعنی همین. تازشم من توی اون پستم اصلا نگفتم من نمیخوام، من فقط گفتم من مدیون کسی نیستم، برای اینکه من و هم نسل‌های من قربانی بودن، قربانی تمام اون اتفاقهایی را که خب کسای دیگه این کار کردن و ما سوختیم و ما نسلی بودیم که نه کودکی کردیم، نه تینیجر بودیم، نه جوانی کردیم و الان رسیدیم به مرحله که دوباره میخواییم مثلا توی دهه 40 زندگیمون دوباره بیایم بگیم که خب آقای شاهزاده کجا بودی، دوباره بیا که من دینمو نسبت به تو ادا کنم که تو یک زمان دور بودی. سوال من از شما اینه، چجوری شما فکر کردین یک فشاری روی شما و افراد دیگه هست که شما باید مدیون و بدهکار رضا پهلوی باشین؟ یعنی چه جوی هست اونجا؟ یا چون توی این سایت ها میشه گفت، سایت های اجتماعی رو من میتونم بگم که چه جوی حاکم هست، ولی خود شما شخصا چه تجربه دارید که چی شد که اینها مثلا، من ماجرایی که دارم، من 12 تا مصاحبه با آقای احمدعلی مسعود انصاری کردم و هر وقت اینا زنگ میزنن هم میگن این نمک خورده، نمک دون شکسته. انصاری میگه آقا من به جز نمک خدا و نمکدان خدا هیچ کس رو قبول ندارم. شما چی شد؟ یعنی تو آمریکا میگن که شطور که اینقدر قویه شما بار میذاری روش، بعضی وقتا اون نی آخری که شما میذاری روش کمرشو میشکنه. حالا شما چی شد که آخرین به اصطلاح توهینی، تهدیدی، فشاری که شما باعث شد اون نامه رو
به این قشنگی و با منطق بنویسی و بعدم اون به اصطلاح نتیجه و جوابها رو ببینی. بفهم. خدمت شما عرض کنم که من خب مثل همه ایرانی ها به هر حال دوست داشتم که از تاریخ اطلاع داشته باشم. شاید من هم تو همین چند سال پیش وقتی حرف از شاه میشد، حرف از شاهزاده میشد، از محمد رضا شاه حرف میزدن، همه میگفتن که ایشون جاده ساخته، ما باید مدیونش باشیم. ایشون نمیدونم سفلیس رو درمون کرده، ما باید مدیونش باشیم. ایشون نمیدونم سوزایی که درمون کرده، ما باید. خب یه زمانی من هم شاید مثل همه ایرانیایی که خب این چیزا رو میشنوند و میگن که خب ما واقعا باید متشکر باشیم از شاه، متشکر باشیم از شاهزاده که این کارا رو برای ما کردن، نمیدونم کشف حجاب کردن که دستشون درد نکنه، حجاب از سر پدر مادرای ما برداشتن، گیش ربطی بازم به من نداره چون من وقتی به دنیا اومدم حجاب سرم بوده. و خب اینا منتهایی بودن که همیشه تو شبکه‌های اجتماعی هم همیشه بوده و وقتی حتی من توی گروه‌هایی هم هستیم صحبت می‌کنیم و حتی توی جمع حتی ایرانی‌هایی که تو همین کشور هستن دارن صحبت می‌کنن و الان به قول شما خیلی‌ها هستن که به خاطر برگه‌هایی که نمی‌دونم فرح براشون امضا می‌کنه می‌فرسته، برگه‌هایی که آقای شاهزاده امضا می‌کنه و می‌فرسته که هیچ تأثیری هم تو کیس پناهندگی هیچ احدی تا حالا تأثیر نداشته، برای اینکه اصلا اینا اپوزیسیون نیستن اولا یا بعدش هم اپوزیسیون هاشون اینقدر ضعیف هستش که هیچ کشوری به خاطر مخالفت یا موافقت با شاهزاده به کسی پناهندگی نمیده. وقتی اینا را خب من دیدم، خب شروع کردم به مطالعه این که آیا واقعا ما همچین چیزی وجود داشته، آیا واقعا برداشتن حجاب از سر مادرهای ما جزء واقعا ما الان باید در جلوش سر تعظیم فرود بیاریم که این آقا این کارو کردن، یا اینکه واقعا راهن شمال جنوبشون کشنا ما باید تشکر کنیم. وقتی من مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که اولا راهن که شمال جنوب کشنا اصلا به یک هدف دیگه کشیده شده، نه برای پیشبرد و پیشرفت جامعه ما بوده، بله بهتر بود که ما را دوست داشته این کار کرده، یا وقتی در مورد خب در مورد بیماری که ایشون درمانش کردن به قول سلطنت طلبا لطف کردن، سوزاک سفلیس رو از جامعه ما جمع کردن که این مال جنگ جهانی بوده، اصلا هیچ ربطی باز به این آقا نداشته، اصلا مال کل دنیا بوده که این بیماری وجود داشته، بعد اومدن خب دانشمندا و پزشکان اومدن اینو درمان کردن و از کل دنیا اینو برداشتن. شپه شد که تا وقتی که ددتر رو در اختراع نکنن، خب شپش اصلا وجود داشته و این باعث یعنی من وقتی به مطالعه به این نجستم این که برای یک شاه هیچ چیزی توهین‌آمیزتر از این نیست که طرفدارانش بیاد بگه شپش کشته، خب شاه که نباید شپش بگوش اصلا. و وقتی واقعا اینا رو کنار هم چیدیم، خب از یه طرف من خودم، خب من که با خودم شاید کسایی که توی آمریکا هستن با شاهزاده برخورد میکنن و زندگیشو میبینن، رفاهشو میبینن، من که خب این چیزا رو نمیدونستم، ولی و از روی تصاویر و عکسایی که فرتورایی که از ایشون در شبکه‌های اجتماعی وارد پخش میشن، ایشون نمیدونم فلان جا دارن اسکی میکنن، فلان جا دارن کازینو هستن، فلان جا دارن مهمونی میرن، فلان جا دارن با بچه‌هاش داره با مهمونی‌های آنچنانی میره و هزاران جوانی که و حتی جوان هم نباشه، حتی همسنهای ایشون هستن که یا الان در داخل ایران به سختی دارن زندگی میکنن یا در خارج از کشور آواره سنترهای و کمپهای پناهندگی هستن. وقتی اینا رو با هم دیگه خب کنار هم چیدم و یا اینکه خب من جزو کسایی بودم که توی ایران هم برای بچهای کودکان کار فعالیت میکردم، وقتی اینا رو کنار هم چیدم و دیدم خب اگه بخوام بودن این خب برام این متنها یه چیزایی بودن که میشه یه جورایی تصاویری بود که از زمانی که من خب با جامعه آشنا شدم و فعالیت میکردم یه جورایی توی ذهنم جا به جاش میکردم و متنی که نوشتم چیزی بوده که خب مال یه روز نبوده که بیام بگم من امروز تصمیم گرفتم با شاهزاده مخالفت بکنم. مثلا مخالفتی با ایشون ندارم، مثلا دشمنی با ایشون ندارم، میشناسمش، نه اونایی که منطقی باشن شما رو درک میکنم. ببخشید من اگر زودتر تونستم با شما ارتباط برقرار کنم وقت بیشتری بهتون میدادم، ولی ساعت 3 بعد از ظهر ما روزای چهارشنبه میریم خلیج فارس و دوستمون برنامه عقل بشر رو اجرا میکنه. این امیدوارم که شما در برنامه‌های آینده ما هم باشید. و دوستان از آلمان نوشتن که اون وبسایتی که شما گفتید اینها از کتاباش استفاده میکنن و از شما تشکر میکنن.
و لطف کنید بعد از برنامه روی فیسبوک من و فیسبوک مردم تیوی به این دوستان هم اگر سوالی دارن پاسخ بدید و خوشحالم دیگه حالا ارتباطمون برقرار شد بتونیم با هم صحبت کنیم. به نظر میاد شما هم اهل مطالعه هستید هم اهل منطق هستید و از این بابت خوشحالم. ورود شما رو به تلویزیون مردم خوش آمد میگم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم، متشکرم، خیلی لطف کردید، منم خوشحالم از بودن در برنامه شما. مرسی عزیز، مرسی که تماس گرفتید، سپاسگزارم. امید دیدم. بله خیلی ممنون. دوستمون نوشته حوری خانم از طرف شاولایه ها هم در خطر هستن، واقعا آفرین به این شجاعت و پشتکار ایشان در مقابله با این احمق ها. بعد نوشتن که شپش را ددته رفت کرد، اون از زمان پهلوی دوم. بعد تمام سایت های عربی الان خبر سفر پهلوی کوچک را و دریافت 300 میلیون دلار را انعکاس دادن. اون را هم در قسمت بعد از برنامه عقل بشر با شما صحبت میکنیم و خیلی ممنونم که این ارتباط برقرار شد. خب دوستان عزیز، بریم به خلیج فارس، آبهای زیبا و هوای گرم. والا این روزا کالیفرنیا از خلیج فارس گرمتر شده. بذار ببینیم که این دوستمون پیامش رو، بله، گفتار عقل بشر قسمت 63، شما هم میتونید مثل ایشون پیام ارسال کنید و پیام های شما رو من پخش میکنم. بعد از برنامه ایشون هم میریم سراغ آقای جلیل مرتضوی، پس با هم بریم و پای صحبت های این دوستمون باشیم از خلیج فارس، عقل بشر، برنامه شماره 63. یکم طول میکشه چون این حجمش نسبتا زیاده. باد سلام بر شما. طی این گفتارها سعی شده هر یک از شنوندگان بندیشند و خود را بشناسند. گوشه های گوناگون رفتار عقل خارج از اراده انسان را شرح داده و گفتم معیارها و اصول هر نمونه و منبعی داشته باشند به مغز فرو رفته و اندیشه و رفتار شخص را در بیشعوری ساخته و سپس کنترل می کنند. در این گفتار وضع کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران را بررسی می کنیم. منابع دسترسی انسان نخستین به فرهنگ و تمدن محدود بود. خاورمیانه و یونان منبع و مصدر اصلی تأسیس تمدن و انتشارش به دیگر مناطق دنیا شناخته شدند. این تمدن را نه پادشاهان بلکه دانشمندان و زحمتکشان و اندیشمندان یافته، پای ریزی کرده و در اختیار انسان قرار دادند. در مرحله آغاز میان مردم خود و سپس به دیگر مناطق دنیا پخش کردند. سؤالی که در این گفتار مطرح می باشد این است: اگر خاورمیانه مصدر و سرچشمه تمدن هاست، چرا برتری را ادامه نداد؟ چرا به این روز افتاد؟ چرا سیاه بختی و سستی همه چیز را زیر پرتو خود نگه داشته؟ از صفتهای تزریق شده به مغز انسان که به آن اشاره شد، یکی خودپسندی و مهم شمردن خیش است. هر فرد اینطور بار آمده که خواهان دارا بودن مسائل و عواملی است تا خود را مهم و خوب در اجتماعش نشان دهد. اگر در حقیقت و واقع انسان توان تشخیص و سنجش داشت، شناختن برتریش بسیار ساده بود، یعنی آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. اما وقتی نداشت به دنبالش رفته و در مغز خود آن را ساخته و با تکرارش قبل از دیگران به مغز خود می باوراند. آنگاه تصور می کند همه مثل خودش می اندیشند و حتما منطقش را همه خلق الله پذیرفته و با باور کردن ادعاهایش مهم بودنش را قبول کرده اند. یک مثال: شخصی تحصیل نکرده، هنری ندارد، کار مهمی انجام نداده، بیفایده بزرگ شده و بیهوده عمر گذرانده. این شخص چه عواملی را میتصورد که خود را به عموم مهم معرفی کند؟ این شخص فوراً به گذشته بازگشته و پدر و پدر بزرگ و نیاکان را منبع بزرگی میداند. میگوید من پسر فلان و یا نوه فلان میرزا و شاه هستم.
ادعای این ناتوان بی همه چیز بنابر اوضاع وقت و جا توسط شنونده دریافت شده و عکس العملش آرام بخش روان مدعی می شود. بنابر مقدار توان و مقام در حضورش اطرافیان تظاهر به تأیید می کنند. ممکن است با قبول این سابقه این اطرافیان ناچیزتر برای خود مقام و ارجی در مغز عموم بکارند. اگر نتوانست برای خود پدری بزرگ و افتخار آور بیاورد، در اطراف محیطش جویای یافتن برتری می شود. مثلا کسانی که در تحصیل موفق نبوده و مقامی اجتماعی نیافتند، با زحمت بسیار فشار بر خود مبلغی را پسنداز می کنند تا به مکه روند. علت و سبب این سفر را بررسی نمی کنند، خواهان اضافه شدن کلمه حاجی در برابر اسمشان هستند تا در مغز خود احترام و اعتباری معنوی به دست آورند، درست مانند دریافت کنندگان درجه های علمی و نظامی که برای شنیدن درجهشان قبل از خواندن نامشان اصرار می ورزند. پشتگرمی به گذشتگان در جنبه گروهی بر تاریخ و پیروزی های نیاکان دور می زند. این حالت را در همه کشورهای خاورمیانه و یونان ملاحظه می‌کنیم. همه ملت‌ها در تاریخ چندین هزار سالشان عوامل، شخصیت‌ها و انجام‌هایی می‌یابند که بر آن تکیه و مهم بودن فردی، گروهی و ملی را باور ساز می‌کنند. هرچند از حقیقت دور یا ساخت خیال و گزافه‌های نگارش‌های تاریخ باشد، این حالت در واقع نشان ورشکستگی عمومی است. فرد و یا گروه با بیشعوری کامل خالی بودن مغز و خراب بودن وضع خود را روپوش می گذارد. در عربی شعری به این معنی است: مرد آن است که بگوید این منم، نه این که پدرم بود. همین عبارت در میان خودمان این طور است: گویا پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. نمونه دیگرش نامیدن آقای رضا پهلوی به شازده است. این شازده تا حال چه هنر و موفقیتی داشته تا باور کنیم نجات دهنده ملت است. سرنوشتش چه و چگونه خواهد بود؟ شاهزاده های قاجار کجایند؟ شاهزاده های زند چه بر سرشان آمد؟ همینطور ادامه دهید تا به شاهزاده های مادها برسید. کجایند؟ چه تأثیر و یا اهمیتی برای من داشته و یا دارند؟ برویم یکی از آنان را یافته و رهبرش شناسیم. ایرانیان، عراقی‌ها، مصری‌ها و دیگر ملل با چنین رفتار و پیش کشیدن گذشته درخشان، همردی و با غوطه ور بودن در بیشعوری یکسان رفتار می‌کنند. با این ادعاها تلاطم موج‌های ناچیز بودن بیشعوری را آرامش می‌بخشند. باید از اینان پرسید: شما که چنین گذشته عالی و پر افتخار داشتید، چه شد که به این روز افتادید؟ آیا از این که از آن وضع عالی به چنین روزی رسیده اید احساس شرم، ناچیزی و خردی و بی‌عرضگی نمی کنید؟ اگر توانا بودید چرا برتری خود را نگه نداشتید؟ چرا ادامهش ندادید؟ برای نجات از لجنزار کنونی چه کرده و یا می کنید؟ با درجا زدن در وضع و یا اوضاع، هیچ فرد معمولی، صاحب مقام و یا دکتاتور در تاریخ ما برای زدودن نارسایی ها گامی اساسی و درست بر نداشته. همشان به شکلی با تکیه بر گذشته به خراب بودن اوضاع ادامه داده اند، یا با پشتیبانی نیروهای خارجی در مقام خود باقی مانده و با چوپانی بر ملت خیش احساس بزرگی کرده اند. وقتی که پایه و اساس اندیشه و فرو رفته ها به مغز اشتباه باشد، هر گونه تغییر حقیقی در وضع انسان غیر قابل تصور و غیر ممکن است. افتخاری که ما داریم و به تاریخ ما میباریم در کشتار ملل دیگر و چاپیدنشان خلاصه می شود. در دنیای امروز نیروهای بزرگ همین کار را می کنند. حمله هایشان به دیگر ملل برای شهروندانشان سودی به بار نمی آورد. بهانه هایشان انتشار دموکراسی، دفاع از حقوق انسان و دیگر عبارت های ریا و فریبکاری است. با جنگ فقط ثروت حکمران و اطرافیان جنگجویش افزانی می یابد.
عقل بشر از قاتلین دست جمعی ملت ها انتقاد نمی کند، جنایت هایشان را گناه نمی شمرد. بارها از عقل ناتوانم پرسیدم خلبانی که یک بمب می اندازد و کودکان و زنان بیگناه را می کشد چه وجدانی دارد؟ چگونه می تواند سر بر بالش نهاده و بخوابد؟ وقتی عزیزان خود را در آغوش می گیرد آیا می تصورد که کشته شدگان بمبش انسانهایی بودند که عزیزها داشتند و اون آنها را از زندگی و هماغوشی با یکدیگر محروم کردند؟ هرگز. هرچه این قاتلین بیشتر بکشند بیشتر افتخار ملی شمرده می شوند. قهرمانان تاریخ این انسان اینان هستند. پادشاهان و رهبران عظیم دنیا همشون بدون استثناء این طورند، هرچه بیشتر آدم کشتند افتخار و بزرگیشان افزونی یافته و در تاریخ کبیر نامیدنشان. از بین بردن انسان دیگر را همشان به سادگی انجام داده اند و ما به علت تزریق شده ها در بیشعوری در تشخیص قاتل و دزد بودنشان ناتوانیم. آنان را مهم و افتخار ملی شمرده ایم. این وابستگی به گذشته زنجیری است که به مغزمان بسته شده و ما را از پیشرفت واقعی و بهبود و گرایش به آدم شدن دور ساخته و می سازد. با بی‌اندیشی و دوری از پژوهش و درک صحیح و استفاده مناسب از مغزی که تا حال گستردگی و توانش را نشناخته ایم به زندگی در منجلاب ادامه داده ایم. زنجیر وابستگی به گذشته را می توان به دو قسمت ملی و عقیدهی تقسیم نمود. ملی همان تاریخ گذشته است. عقیده خرچنگ دین است که با دستک های بسیار بر همه چیز ما مسلط شده و دست بردار نیست. هر کسی خود را دانشمند دین معرفی کرد و عالم و آیت الله خان با شکل ظاهری، ریش و عمامه بر سر و قبا و عبا بر تن همه چیز من را تناپیچ کرده. اشخاصی از این مدعیان به خارج رفته و در سایه پیشرفت کارفران زندیق جهنم رو در آسایش به سر میبرند. با این حال با تمام نافهمی به خارج بودن عقل از توان خیش، گفته های هزار سال پیش را دلیل و منطقی دانسته و بدون در نظر گرفتن عقب افتادگی های میهن خیش مسائل دین را کلید پیشرفت رستگاری معرفی می کنند. همه مفتخران دستگیره دین چنین سخن می گویند که شنونده تصور می کند با خداوند یک تماس مستقیم دارند و از تغییرهای میلش لحظه به لحظه آگاهند. پس از طوفان‌های اخیر جنوب شرق آمریکا یک نادان عرب که در اجتماعش عالم دین خوانده می‌شود در توییتر نوشت خداوند این کافران زندیق را مجازات کرد. دیگری در جوابش نوشت توان فرستادن پیام و استفاده از دستگاه‌های نوین را این زندیق‌های کافر برایت فراهم کردند. کاش برای ادامه وجود این وسایل و مسئولیتش از طوفان هم دعایی می‌کردی. دیگری پرسید وقتی مکه چندین بار غرق شد، هنگامی که ستون جره ثقیل یا کرن فرو افتاد و موجب کشته شدن بیش از 100 نفر شد، علتش را چگونه تفسیر کردی؟ انسان بی ارزه به پیروی و تقلید از این پیشروان ناتوان و نافهم تر از خود ادامه داده و در طولهای نیرنگ و فریبشان بدون اندیشیدن نسل در پی نسل عمر را سپری کرده و می کند. تفاوتی میان موبد فرعون یا زردشتی، رابای یهودی و یا کشیش مسیحی و دیگر دینها نیست. وجودشان در سیستم حکمرانی برای صادر کردن فتوای درستکاری حکمران و گناهکاری های مردم است. با پیدایش سیستم های نوین فعالیت این فریبندگان و تسلطشان بر انسان ساده تر و آسان تر گشته، زیرا انسان جهت فراگیری هنوز مانند گذشته تنبل و بیمیل است. شاید بیمیلیش افزون گشته. هرچه درباره شناخت عقلش سخن بشنود رفتار و کردار و پندارش تغییری نمیپذیرد. این اشخاص که با دین فروشی زحمتکشان را به بردگی حکمران میرانند در عقب نگه داشتن انسان بزرگترین نقش را بازی کردند.
اروپا با لگد زدن به اینان و دور کردنشان از تصمیم‌های روزانه توانست جلو برود. هیچ یک از کشورهای خاورمیانه برای کنار گذاشتن این مفتخوران مانع پیشرفت انسانی اقدامی نکرده‌اند. به خوبی به یاد داریم که شاهان و پادشاهان معاصر و گذشته برای گشودن مشکلها به ملاها رجوع میکرده و میکنند. دانش و علم و پژوهش در مغزشان اهمیتی نداشته و ندارد. به علت نادانی از روان اجتماعی انسان بله قربانگویان را در کنار خود جمع کرده اند. از همه انتظار بله قربان شنیدن داشته اند. بدون درک می تصورند از همه چیز مطلع اند. بیش از دیگران می دانند و قبله عالم اند. محمد رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با مجله خارجی عدم اعتنا به پیشنهادهای مشاورین را با افتخار اظهار داشت. آقای علی نقی عالی خانی در مصاحبه‌ای گفت برنامه بودجه را سه وزارتخانه تهیه کرده بودند که به عرض ملوکانه برسد. قبل از شرفیابی با آقای اسدالله علم مشورت کردم. آقای علم گفت شاه امروز شاه سابق نیست و به حرف کسی گوش نمی‌دهد. آری مانند چوپانان گذشته از همه آفریدگان همه دوران برتر بود. کشیدن سخن به محمد رضا پهلوی برای مثال و یادآوری یک تجربه نزدیک بود. او توان درک خارج بودن تراوش‌های مغز از تسلط خیش را نداشت. از حال ملت بی‌خبر بود. در مقابل این چوپانان ناتوان افراد ملت احساس نمی‌کنند تا چه اندازه برند و چگونه با بی‌خردی عقب افتادگی و بدبختی را با بیدانشی و زورگویی حکمران قبول و ادامه می‌دهند. هر سال وقت و هزینه بسیاری صرف مراسم دینی می‌شود. در ماه محرم اغلب قیافه‌ای دیگر گرفته و نقش بسیار مؤمن بودن بازی می‌کنند. با راه افتادن در دسته‌های عزا تصور می‌کنند گناهانشان بخشوده شده، کاخ بهشت به نامشان ثبت و موفقیت در زندگی در همه زمینه‌ها نصیبشان می‌شود. برای دستیابی سریع به امامان که به خاک سپرده شده‌اند نزدیک خود قبری یافته و 980 امامزاده با گنبد و بارگاه در همه جا ساختند. با انداختن اسکناس در ذریعهشان بخشودگی گناهان و موفقیت را آرزو می‌نمایند. نمی‌دانند که با این بیهوده کاری شکم عمامه به سران را بزرگتر زیر شکمشان را سیر و خود را افسار می کنند. برای بهبودی زندگی انسان از عقل که یکی از شگفتی‌های آفریدگار است اگر استفاده می کردیم حتما آدم شده بودیم. به صفتهایی می رسیدیم که در خیال به پیامبران و امامان نسبت داده ایم. این مراسم به مناسبت‌های مختلف در تمام دین‌ها به درجه‌های گوناگون انجام می‌گیرد. مریدان مرام‌های دین توانایی درک نادرست بودن خود را نتوانند. بدون فکر و به علت عادت و تقلید و تکرار بوزینوار کارهایی به عنوان اجرای مراسم دینی انجام می‌دهند. برای فردی که از عقیده دور است تشخیص کجروی‌های دین دیگر ممکن است، اما مریدان تا خرخره در نافهمی دین خود غوطه‌ورند. مثالی از دور می آورم تا به ناتوانی عقل در تشخیص و سنجش مسائل دینی پی برده و با انصاف حکم صادر کنید. در تبت شمال هندوستان مریدان بودایی به هدف رستگاری مسافتی بیش از 1500 کیلومتر و گذر از کوه و دره و رود و زمین های غیر هموار با خزیدن روی شکم می روند سوی قله کوهی که کاخ قدیمی یکی از پادشاهان گذشته بران است. این مشقت سفر را حج می دانند. در آنجا از این بندگان ثوابجو به گرمی استقبال می شود. مریدان با سفری کردن چند ماه و تحمل دردهای سفر خود را بهشت رو می دانند. شما نسبت به این مسافرت پر زحمت و پر مشقت چگونه فکر می کنید؟ رأی شما چیست؟ اگر موافقید به آنجا بروید و همین مراسم حج بودایی را به جا آورید و در بهشت کاخی به نام خود ثبت کنید. اگر آن را بیهوده می دانید با شجاعت جلو آمده و آنان را از این کار منع کنید. یا مراسم دینی خود را بررسی و پس از اندیشیدن حکمی عاقلانه درباره اش صادر کنید. در این شرایط سخت اقتصادی ایران و مشکل ارز آقای خامنه ای مردم را از سفر و خرج نکردن پول نصیحت نمود.
ایشان گفتند اما به زیارت عتبات و حج بروید. مراسم حج نزدیک است، آیا ایشان جرأت و یا توان آن را دارند که بیایند و فتوا صادر کنند که ای ملت عزیز، در شرایط کنونی اقتصادی و وخامت اوضاع سیاسی با کشور عربستان بهتر است مراسم حج را کنار گذاریم؟ خداوند می‌فرماید من استطاع الیه سبیلا، یعنی هر کس که بتواند به حج برود. اکنون ما در شرایطی هستیم که نمی‌توانیم این واجب دینی را اجرا کنیم. در اوضاع امروز این مراسم ضروری نیست و بردن چراغ روشنی خانه به مسجد حرام است. ما انسان‌ها به جای دست آویزی به خیال، اگر به سوی حقیقت یابی و دانش می رفتیم و از اندیشه های خام دست می کشیدیم، در مقام پیشرفت آدمیت به کجا رسیده بود؟ در تمام دوران تاریخ هر کس که بر سر کار آمد، متوقف کردن اندیشیدن و استفاده از عقل بندگان را با تمام وسایل انجام داده است. کسی بجز شخص اول این منطقه و کشور نمی باید تصمیمی بگیرد. او تنها دانا و توانا به اداره گله انسان هاست. فرق نمی کند که در چه زمانی باشد، پوشاکش چه شکل و مظهرش چگونه، همه مردم آفریده شدند که از او پیروی و برعش باشند. بیایید دانشور و به طور گروهی از عقل استفاده کنیم و آدم شویم. به خوشبختی که در خیال هر کدام از ما عکسش را نقاشیده اند و ما باور کرده این دست جمعی دست یابیم. خوشبختی همه را آرزو می کنم. بسیار ممنون. بیایید آدم شویم. بارها گفتیم که آدم شدن چه مشکل، ملا شدن چه آسون. ما بیننده های جالبی داریم، مثلا یکی از اینها دوست خوبمون خانم لیلا هستن که برای اینا آرزو میکنم که برنامه خودشونو بذارن، بعد یه نفر بیاد همین ماجراها رو براشون پیاده کنه، اون وقت من ببینم اینا چقدر لجشون میگیره. مثلا ایشون نوشته که I just got here، من همین الان اومدم. ایشون چی هستن؟ خب دوست عزیز، اگه من اعلام کرده باشم که این آقا اسمش هست کوروش شیرازی قشقایی، دو دقیقه دیگه یکی بیاد بگه که من همین الان آمدم، این آقا کیه؟ من بگم کوروش قشقایی شیرازی. 5 دقیقه دیگه یکی دیگه بیاد بگه این آقا کیه؟ من بگم کوروش قشقایی شیرازی. خود شما نمیگید این سربی دیوونه شده؟ آخه مرد حسابی، طرف اگه نمیشناسه بعدن میره از اول نگاه میکنه ببینه کیه. این دوست ما 30-40 سال در دوران شاه در رادیو، تلویزیون، رسانه های زمان شاه کار کرده در کشورهای عربی و الان به دلایلی که بعدن به شما میگن نمیخوان اسمشونو بگن، نمیخوان عکسشونو نشون بدن. من ایشون رو میشناسم، عکسشون رو میدونم، شماره تلفنشون رو دارم. بعد حالا همین لیلا خانم وقت پتیک میگه اینا رو ول کن. پتیک عزیز، مشکلات ما این دوستانمون هستن. آقا دشمنه رو که من میندازم بیرون، دشمنه میاد فوش میده میندازمش بیرون. دوستانمونن که من اصلا احساس وظیفه میکنم که باید یاد بگیریم. آقا من این خانم حوریه 3 روز با مشکل بنده خدا با تلفنش اسکایپش رو درست کرده که من ازش ممنونم، آمده صحبت میکنه. فرخ عزیز میگه ازش بگو سفیر ایران که بچهش عروسی کرد. آخه فرخ جان، این خانم دارن تهدیدش میکنن، جونش در خطره، داره فعالیت سیاسی میکنه، گور پدر سفیر ایران و پسرش و عروسش. آخه ما کی میخوایم بفهمیم؟ اگه یه دوستی بهمون گفت آقا نمیفهمید، باید ازش ناراحت بشیم؟ بعد لیلا خانم می نویسه که No one expressed their opinion. What do you mean by that؟ میگه هیچ کس عقیدش رو نمیگه. یعنی چی؟ بعد On other live show I don't give a damn about other show. من برای برنامه های دیگه کاری ندارم، ولی اگه منظورتون برای برنامه منه، شما بارها من بهت گفتم بگو من فردا میخوام در این باره صحبت کنم، من با شما زنگ میزنم، من با شما اسکایپ وصل میکنم، بیا صحبت کن. و
ولی اینجوری که من نشسته باشم اینجا تلفن گذاشته باشم، هر کی هر وقت دلش خواست بیاد، ببخشید مثل توالت که حالا جیش داره بری جیش کنه، گذشت. این تلفن الان ببینید، این یه تلفن انداختمش اونجا، سیمم ببینید دیگه اصلا سیمم نداره، تلفن مال قرن 20م، این یه تلفن یه که حالا سیم و چارجر و اینا داره، گذاشتم اینجا. بله میخوام با آقای جلیل مرتضوی تماس بگیرم، اول برنامه گفتم حالا اگه بشه با آقای مرتضوی هم تماس میگیرم، بعد صحبت میکنم. بعدم شما پول بده برنامه بگی، دقیقه یه دلار، دقیقه سه دلار، 10 دقیقه برنامه بفرست، بگو من میخوام این برنامه روزای دوشنبه پخش بشه. خب مگه الان ما دوشنبه ها آقای لادن رو نداریم؟ مگه چهارشنبه ها ایشون رو نداریم؟ مگه من نمیخوام سعی کنم مرتضوی یه برنامه خود؟ چی میگید شما؟ اگر نگم این بیچاره، من حالا میفهمم احمد شاملو چه دردی کشید، گفت اگر بگم زبانم میسوزه، اگر نگم جگرم و نمیدونم مغز استخوانم میسوزه. آخه شما الان از راه رسیدی؟ خب رسیدی، خسته نباشید، بشینید نگاه کنید بشنوید، نظری دارید در این مورد بگی. ولی این کیه؟ این اسمش هست محمد رضا کوروش هخامنش دربدر. چه فرقی میکنه؟ بعد no one can express، what do you mean no one can express؟ توضیح بده نمیفهم. آقای جمشید قوانلو هم سلام میکنم، منم ممنونم. بله خب خانم گلنار، بعد از برنامه نگاه میکنم برای ایشون میفرستم. این آقا بهتره یک مقداری هم از جهودا، نه این داره از این میگه، شما بیا از جهودا بگو. کی ما میخوایم ول کنیم؟ الان تو آمریکا امروز یه برنامه بود داشت راجع به این برادران کخ که دخالت میکنن تو انتخابات آمریکا، پول میدن میخرن، اصلا کاخ سفید و اینا میخرن، صحبت میکنن. آمریکایی هم همین دردای ما رو دارن. خانمه اومده میگه چرا راجع به جورج سورس صحبت نمیکنی؟ آقای گفت که من موضوع برنامه حمله ترامپ به برادران کخ هست، برادران پخ، و اینه شما یه برنامه بذار راجع به جورج سورس صحبت. این بهتره؟ نه بهتره نیست، برنامه ایشون اینه. شما دوست داری استفاده کن، استفاده کن، انتقاد کن، سوال کن، پرسش کن، ولی ایشان بهتر از فردا بیاید آهنگهای درخواستی اجرا کند. شما بیا آهنگهای درخواستی اجرا کن. الان دوستمون رادیو درست کرده، یه شنبه ها میاد 4 نفر میشینن موزیک گوش میدن، من از خودم سوال میکنم. خب این از خودش سوال نمیکنه؟ این روزی که الان هر کسی تو این تلفنش 2000 تا موزیک داره، هر کسی تو رادیوش، این روزا میدونی دیگه ماشینایی که میخرین نه سی دی داره نه چیز، این یو اس بی تو میبری میزنی یا سیم تلفن تو میزنی موزیک دیگه. حالا کسی میاد بشینه موسیقی های صدای بد داره ترق میفته پایین، دستگاه تلفنت میفته پایین، میری توالت سیفون میزنی صداش میاد، کسی گوش میده؟ بله یه دوستی داشتیم اطمال ازش هم بیخبرم، همشهریمون هم بود، برنامهاش خوب بود، تو خیابون داشت رانندگی میکرد، یه دوباره من بهش کنم آقا تصادف میکنی؟ حالا خدا کنه تصادف نکرده باشه. یه برنامه میذاش 4 تام تلفن گرفته بود، یکیش موزیک پخش میکرد، یکیش فلان در رابطه با موضوعات مختلف صحبت میکرد. آقای داروش قشقایی، کسی اگه ازش خبر داره برای من بنویسه، هنوزم هستش، برنامه داره یا نه؟ متاسفانه چند تا مشکل خیلی بزرگ برای خانواده و خودش و اینا پیش اومد که واقعا آدم مقاومی بود که تونست به اصطلاح دوام بیاره. ولی با همه اینا شما همون برنامه را ادامه بدی یا خیلی ها میان گوش میدن چون میخوان ببینن کی مثلا با کون پتی میای جلو دوربین. گفتم بهتون یه روز به این بیوانی احمق معتاد زنگ زدم، گفتم آقا چرا سینه بند نمیبندی؟ گفت سینه بند برای چی؟ گفتم مماد انقدر بزرگ شده باید برا بخری. گفت تو از کجا من نمیبینی؟ گفتم من نشستم دارم نگاه میکنم، تلویزیون دارم میبینم. گو او داشتم جارو میکردم، این دسته جاروم خورده به این روشن شده. اینجوریه. بله هر کسی بیننده خودشو داره. من میگم شما امتحان کن، هر کدومتون خواستین یه دوربینت بذارید، وقتی که میخواین یه بادی از خودتون بیرون بدید، یه کبریتی یه فندکی بگیرید دم سوراختون، یه شعله ایجاد بشه، ببینید اون ویدیو
والا 100 برابر تمام برنامه‌های سوربی بیننده داره. این آقا داره صحبت میکنه، میگه این بابا اومده میگه صرفه‌جویی کنی ولی میگه برید حج، اون یکی سینه‌خیز میگه حج، اینا همه رو شما ول کردی، شما میگی اینجوری. گلنا خانم، آقای پتیک یه عکس فرستاده که به شما نشون بدین که ببینید وقتی یکی صحبت میکنه اینجوری برنامه به اصطلاح انتقاد کنید. دیدید مثلا خانم چیز پیام گذاشته بود، من قشنگ اینجا نوشتم سلام مردم ایران، آگهی های دروغ تظاهر میکنن، آقای بشارتی، دختران 13-14 ساله و الی آخر. والا من نمیدونم، این یه شعری هست مال حافظه و دوستان بهایی روش موزیک گذاشتن، خیلی قشنگ میخونن، که میگه من از غریبه ها چرا بنالم که هر چه میکشم از خودیا. دست ممنون. بله، پس بودجه براندازی را خود آخوندها توسط حجاج خودشان تعیین کردن. من نمیدونم این چیزا رو، ولی در رابطه با 300 میلیون پول رضا پهلوی، حالا کی باشه که این پول خونش بشه؟ اگر آخوندا زمان خاتمی آمدن بهش گفتن بچه برو کنار، ما با تو کاری نداریم، این آخوندا کسی هن که بغل گوش ما اینجا آقای طباطبایی رو کشتن، پستچی آمریکایی سیاه‌پوست رو فرستادن در خونه، نامه، این نامه رو گرفت تق زدش، پستچی هم الان تو ایران داره فیلم بازی میکنه. حالا اون وقت حالا رضا پهلوی کاری نمیکرد، همین که حوری خانم فوشش میده، دیگران فوشش میدن و به درستی هم فوشش میدن و حق دارن فوشش میدن، حالا رفته پول میگیره از عربستان سعودی و این احمق نمیدونه آقای اویسی، برادر این اویسی اینجا رو کی کشت. هی نگید آخونده کشتن، آخونده نکشتن، صدام حسین و مامورای عراقی کشتن چون پول گرفته بود یه کاری انجام بده، کارا رو انجام نداده بود. اینا ما خیلی فقط جلو پامون نگاه میکنیم، یکم دورتر رو نگاه نمیکنیم. شما این صحبتای این حوری خانم دوباره گوش بدید، میگه من رفتم خوندم مطالعه کردم بعد دیدم خب به من چه، برفرض که مادر من شپش داشته، شاه اومده یکی یکی مثل میمون نشسته شپشاش کشته، به من چه؟ بابا یکم مطالعه کنیم، یکم این ورور تحقیق کنیم، رادیو گوش بدیم، ویدیو نگاه کنیم و الی آخر. خیلی ممنون. سوگند خانم پیام‌های جلیل مرتضوی. بعد شما میگی هیچ کس برنامه زنده پیام، من تا حالا چند بار پیام این و اون رو پخش کردم تو برنامه ها، همین امروز برگردید پیام یه خانمی راجع به گران فروشی و تقلب آقای شبخیز و دیگران، من اومدم صحبت کردم، وقت گذاشتم، نظر خودم هم گفتم. آخه ما چقدر بی انصافیم، چقدر زود تا یه چیزی به مغزمون میرسه میخوام اجرا کنیم. صبر کنیم بابا، گور پدر اسلام، گور پدر حضرت علی، اقلا این مزخرفایی که به دروغ بهمون گفتن اونا این کارو کردن رعایت کنیم. گفته طرف وقتی عصبانی شده طرف رو نکشته، رفته یه دوری زده و یه هوایی هم خورده، بعدن اومده سرشو پخ پخ بریده. گفتن آقا چرا اون موقع نکشتی؟ گفته من اون موقع عصبانی بودم. این دیگه چه اولاغیه؟ اون موقع عصبانی بوده طرف رو نکشته، بعد که رفته خون سرد شده اومده کشتتش. عجب آدمایی هستیم. پیام جلیل مرتضوی بریم بشنویم. خیلی ممنون از این دوستان خوبمون. فقط من کتاب آقای مرتضوی هم عکسشو پیدا کنم، هست میستری، یعنی راز میستری، اینه کتابش، The Mystery of America. ما این کلمه در رو بعض جاها خیلی زیاد استفاده میکنیم، بعض جاها یادمون میره استفاده کنیم. The Mystery of America، میسیم مرتضوی. بله، این عکس رو میخواستم فقط بهتون نشون بدم. عکس، سیو ایمیج، میسیم یک، بله، میذاریم اینجا که آقای مرتضوی وقتی صحبت میکنه اینو نشون بدیم، بهتر از اینه که عکس خودشو فیسبوکشو اینا رو نشون بدیم. بعد امیدوارم به زودی اون استدیوش چیزاش درست بشه و بتونه یه ویدیوهای بفرسته که ما اینجا با ویدیو که نشون میدیم، من اینجا دیگه راحتم، میرم دنبال کارم و به اصطلاح نمیخواد صدا و ویدیو و نمیدونم مسیج و اینا رو ای ادجست و مدجست کنیم.
عجست و مجست. بریم سراغ برنامه توده. یه پیامشون گذاشته 8 دقیقه و 12 ثانیه. بله، ممنونم آقای اکبری. من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. و این واقعیت داره، حتی تو فیلمای ایرانی طرف با یکی دشمن میشد، زورش نمیرسید، میرفت باهاش دوست میشد، بعد که دوست میشدن میرفتن عرق خوری بیرون، اون موقع به چاقو میزد. یه گندلاتی رو تو ایران کشتن، خیلی ویدیوها رو که من میدیدم آدم هم هرس میخوره هم خوشحال میشه. در صورت دوستان اگه میبینید آقای مرتضوی پیام میذاره، پیامش بیشتر از 3 دقیقه است، ایشون هنوز داره با اون تلفن قدیمی ما که با وجودی که ما قطع کردیم پولشو ندادیم، اون شرکت همین جوری داره وصل میکنه که یا فردا یقه ما رو بگیره یا بگیم خب این بهتره، 10 دقیقه میتونن پیغام بذارن بیان مسیج بزنیم. میتونید شما زنگ بزنید 703-957-6150، ولی من نمیدونم کی قطع میشه. اگه شما زنگ زدی قطع شد من نگرفتم، بنده مسئول آن نخواهم بود. اون شعره رو بنویس، خوشنودی تو هم ماما نوشته بود، گفته بود بسپار امانت به وقت ورود، هم چیزی گر شود مفقود بنده مسئول آن نخواهم بود. آقای جلیل مرتضوی از بستون زیبا، بفرمایید. آقای سروی اجازه بدید که از بستون بزرگ به شما و سایر دوستانی که به هر طریقی این برنامه را میبینند و یا میشنوند، امیدوارم که حال همه خوب باشه. قبل از اینکه به مطلب این هفته ادامه بدم، از آقای بیتیچ که لطف کرده بودند نه تنها کتاب منو، آقا این پتیک هست، چرا شما میگی بتیک؟ مثل عربا که پپسی ندارن میگن بیپسی، پی ندارن، به پپسی میگن بیپسی، به پارکینگ میگن بارکینگ، بعد کلمه بارکینگ اینجا سگم که واق واق میکنه میشه بارکینگ. و من نمیدونم چرا شما میگید پتیک، که اسم ایشون پتیکه، همون مثل پاتریک خودمون پتیک. گرفته بودن بلکه با چه دقتی خونده و با چه دقتی اون رو نقد کرده بودن، ممنون و سپاسگزارم از مهرشون. و واقعا نشون میده که یک انسان به تمام معناست. البته نه به این خاطر که کتاب منو گرفته و خونده، از بیانش، صحبتش، کلامش نشون میده که انسانی هست والا و با دقت فوق‌العاده. به هر حال ممنون و سپاسگزارم از مهر همه دوستان. و اما آقای سروی باید بگم که من دوشنبه صبح یه مطلبی گذاشتم که بعضی از دوستان روش کامنت کردن تو فیسبوک، از جمله خود جنابالی که چون برنامه را با اینجوری شروع کرده بودم مای فلو ایرانیان به انگلیسی، به این خاطر که وزگیر نوشتن زبان فارسی با توجه به نداشتن ابزار و نداشتن دید که برای من فوق‌العاده سخته و به همین خاطر انگلیسی آسان‌تره و ضمناً مذاکرات بین ایران و آمریکا به انگلیسی انجام میشه. حالا اگه میخواید کانسپیرسی تیوری رو دنبال کنید، من دوستان کانسپیرسی تئوری یعنی دسیسه، یعنی فلسفه دسیسه یا تئوری تو زبان فارسی هم اومده، تئوری دسیسه کانسپیرسی. به صبح فکر کنم ساعت 7:30 صبح اینو گذاشتم و نظرمو گفتم که ایرانی ها باید، یعنی مسئولین ایرانی باید جواب مذاکره آقای ترامپ رو بدن و شاهد این کلام بود که آقا میخوایی مذاکره کنی شفاف بدون پشت پرده و یواشکی و فلان اینها رو ول کن، شفاف بروش ملاقات کن، بگو چی میخوای یا میشه یا نمیشه. و شاهد این جمله هم بود که ایران هرگز نباید از ترس با کسی مذاکره کنه و هرگز از مذاکره هم نباید بترسه. حالا
چیزی که میخواستم خدمتتون بگم، من هفته نیم صبح دوشنبه اینو گذاشتم، بعد از ظهر آقای ترامپ پیوید گفتش که من حاضرم با رئیس جمهور ایران بدون هیچ گونه قید و شرط دیدار داشته باشم، هر جا میخوان هر موقع هم میخوان. دیگه پیام شفافتر از این، چون حتی دیدم که تو MSNBC وقتی از رئیس سابق وزارت خارجه، ببخشید آقای مرتضوی، ایشون گفته بدون هیچ پیش شرطی. البته هر گفتگوی شرطی داره، ولی معمولا شرطش رو موقعی که میرن میشینن گفتگو میکنن، اینا شرایط خودشون میگن، اونا شرایط خودشون. ولی بعضی وقتا اینا پیش شرط هم دارن، مثلا میگن شما اول باید فلان زندانی رو آزاد کنی تا ما بیان. این بار تو گوش ترامپ خوندن که آقا فعلا که کره داره بمبش میسازه. البته کره یه کار قشنگ انجام داد، این جسدای یا باقی مونده اجساد 65 سال پیش رو داد به اینا، حدود 50 خورده نفری رو که امروز هم یکی شناسایی شد، چون اون داگتگش، اون گردنبندای هست که یه چیز فلزی آلومینیومی سربازا میندازن، این آلومینیوم اینا حسنش این نه زنگ میزنه بعد از استخون و اینا بیشتر میمونه، خلاصه شناسایی شد. در صورت اگر شما این رو گفتید بدون هیچ شرطی، بدون هیچ پیش شرطی حاضرن مذاکره کنن، حالا توی مذاکراتشون شرایط گفته میشه. بله شما درست میگید. آقای ظریف هم از اون ور گفت که ما حاضریم صحبت کنیم و حالا ببینیم چه خواهد شد. دکتر هاس سوال کردن که آقا گفتن چند ساعت بعدش آقای پامپیو گفت نه این شرط داره فلان، که آقای پامپیو وزیر خارجه است، رئیس جمهور حرف آخر رو میزنه. گفته مگه ندیدید که زک تلیلر هم این برانبر حرفایی میزد، دیدید که آقای ترامپ بلافاصله به اخراجش کرد. یعنی حرفی که ترامپ میزنه همونه. حالا ممکنه بعضی با ترامپ مشکل داشته باشه، اونو به جای خودش، من به ترامپ رأی ندادم، ولی الان میبینم که ترامپ واقعا با توجه به صحبتهایی که میکنه، حرفایی که میزنه هم در داخل امریکا و فلان، اگر انتخابات امروز برقرار بشه و چویس من، انتخاب من بین ترامپ و هیلری کلینتون باشه، با اینمه که من دموکرات قسم خوردم، رجستر دموکراتم، مطمئن باشید به ترامپ رأی میدم، چون ترامپ حرفایی که گفته همه رو داره عمل میکنه. اگر بین ترامپ و برنی سندرز باشه، شمایی که تو بوستون زندگی میکنید، از مزایای بیمه رایگان اونجا سالهای سال استفاده میکنید و برنی سندرز میخواد این مزایا رو برای همه آمریکا بذاره، اون وقت نتیجه شما چیه؟ چون دیگه هیلری کلینتون رفت و شما سوالای چی رو محال و مطرح نکنید. الان امروز و دیروز پول یا این نظرخواهی کردن و اگر امروز انتخابات انجام بشه، برنی سندرز برنده میشه، چون برنی سندرز خانم هیلری کلینتون خرابش کرد، گندش زد و اونا دوتا بودن، رعیا تقسیم شد. این ماجرا برای رالف نیدر هم سالها پیش اتفاق می افتاد. بفرمایید آقای مرتضوی، یک کمی شما تو صحبتات مردم رو می چرخونی ها. مثلا دیدیم که امروز سه شنبه که من اینا دارم برای شما پر می کنم، دیدید که یک حمله کرد به برادران کوک. خیلی عذر میخوام، در واشنگتن کسی خواهی نداره به برادران کوک حمله کنه. برادران کوک تمام کنگره رو خریده، انتخابات گذشته از ترامپ حمایت نکرد، ولی در حدود 500 میلیون دلار هزینه کرد که تمام جمهوری‌خواها را ایشون حمایت میکرد. این هم خرج کرد که تو واشنگتن هم دموکرات هم جمهوری‌خواه، هیچ که خواهی نداره به این حمله کنه. پیتی گفتش که برادران کوک. آقای مرتضوی، دوستان از ما ایراد میگیرن یه مقداری دیپلماتیک صحبت کن، نازنازی صحبت کن، و والا شما دیگه این برنامه رو خیلی خایه‌ای کردی، یه کمی کوتاه بیا. بله بفرمایید. برادران کوک، این CH، بله درسته، کوکاکولا مینسه CO CK، ولی اینا چون فامیلشون CH، این CH بعض جاها صدای چه میده، بعض جاها صدای ش میده مثل شارلاتان، بعض جاها صدای خ میده،
و اینجا بیشتر صدای خ میده، برادران کخ، ولی شما میگی کوک. حالا ما برای این کخ و کوک و پخ دوستیمونو با شما به هم نمیزنیم. بفرمایید. فکر میکنم پول دارن ولی ایده های وری دارن. گفتش که من به پول اهمیت نمیدم، ولی چون من تازه باعث شدم اینا پولدار شدن. یعنی منظورم که کسی که به اون حمله بکنه بدون که بالاخره در یه جایگاهی هست که میتونه. حالا اینا بگذاریم، من هنوز معتقدم که ایران میتونه جواب اینو بده. عزیز من، همینا اگه فردا پول بدن به ترامپ و دخترش و دامادش، ترامپ دم توالت دستمال کاغذی هم بهشون میده. این حرفا چیه؟ بگذاریم. شما وقتی میگی مثل یه سنگ که میندازی، نمیتونی یه سنگ بندازی بعد بگی حالا بگذاریم. حالا شما اینو ولش کن، یکی دیگر رو بگم. برادران کوخ چون به این پول ندادن و به دیگران دادن، شما برو ببین اون 17 نفری که از ریپابلیکن ها، جمهوری خواه ها هر روز تو دفتر این برادران کوخ بودن و پول گرفتن کیا بودن. اینا اون موقع اصلا ترامپ رو داخل آدم حساب نمی کردن. و ترامپ غلط میکنه، شکر میخوره. منظورتون که میدونی منظورم گوه میخوره که میگه من اینا رو پولدار کردم. ترامپ اصلا نه پول داره نه بلد پولدار بشه، یه آدم شارلاتان عقب افتاده است. و من تعجب میکنم که آقای مرتضوی شما هی داری بیشتر به طرفش گرایش پیدا میکنی. بفرمایید. بشینه با این مذاکره کنه، حرفاشو بزنه که آقا من اینو میخوام اینو میخوام، میشه یا نمیشه، شفاف. این که میگه من حاضرم. حالا در ایران میگن که نه آقا ما یه بار مذاکره کردیم. و اینم میخوام تاکید کنم، در این برنامه آقای ترامپ این ثابت کرده، در گذشته هم بوده، اگر کشوری کوچکی با دموکرات ها قرارداد ببنده از نظر جمهوری خواه ها معنی نداره، یعنی میتونن حذفش کنن چون به اندازه کافی قدرت دارن. حالا آیا این قانونیه؟ نیست، اونا به جای خودش. و این در گذشته هم بوده. بنابراین سب کن آقای مرتضوی، اولا من قول میدم به شما این برنامه رو که اجرا کردی شما بدون نوشته فلبداهه ایمپرووایز رفتی جلو و این کار از شما بعیده، چون موضوعات پراکنده است و هی بر میگردی هی میگه حالا اینه ولش کن بریم اونجا. ای کاش اینا رو بنویسی. شما در رابطه با اینکه هر کشوری با دموکرات ها قرار داد بس بعدش این قرار داد به قول شیرازی ها به او میگوزه، بیا اسم ببر. بله، یه نمونهش همین ایران که با اوباما، اسم ببر، بگو چند نفر و بعد مردم هم بیان به شما بگن چند نفرم، چند کشورم با ریپابلیکن ها قرار داد بستن و باطل شد. اصلا ریپابلیکن ها و دموکرات ها عزیز من دوتاشون شاخه های یک درختن، یک درخت به نام کپیتالیسم، که این کپیتالیسم وجودش الان به مشکل برخورده. وجود کپیتالیسم موقعی پول می ساخته که کار مجانی می گرفته، حالا یا از چینیز بدبخت، چینی های مهاجر، یا از آفریقای برده. همچین که قرار شد مینیموم ویج ساعتی 7 دلار بده به یک کسی، الان به مشکل برمیخوره. همین امروز جنگ آقای ترامپ هست با چین، میگه من رو هر ماشینی میخوام اینقدر بکشم. بعد دوباره خود اینا گفتن آقای ترامپ الکی هی نرو حرف بزن، میری بیرون یه حرفی میزنی، مردم الان کارشون رو از دست دادن، گوشتا اینجا مونده، مزرعه ها اونجا مونده، هی مثل احمدی نژاد هم راه نیافت برو یک کیسه نمیدونم سیب زمینی بده بگو یارانه دادم. 12 بیلیون دلار به فارم، به مزرعه دارای وسط چی بده. در صورت آقای مرتضوی یه زنگی بزن با من، یا من به اون شماره 617 تماس میگیرم، یه روزی رو برای برنامه شما معین میکنیم. خودت این برنامه رو گوش بده. اولا برای رادیو تلویزیون خیلی یواش صحبت میکنی، یعنی مثل اینکه من با سرعت کم ضبطش کردم، میخوام با سرعت زیادتر براتون پخش کنم. بلدید سرعت زیادتر؟ من اینو یاد آقای سهراب چمنارا دادم، هر وقت برنامه تماشا میکنه مینویسه
از شما متشکرم آقای سوربی که اینو به من یاد دادید که من بتونم با سرعت‌های بیشتر نگاه کنم. یوتیوب که بهتون اجازه میده با سرعت زیادتر و سرعت کمتر. حالا بذارید من همین پیام آقای مرتضوی رو اینجا به شما نشون بدم، این کامرای 3. ضمناً اکبر اکبری که آلمانه میگه آقا این فامیل کوخ برادران آشپز، یعنی فامیلی آشپزه، مثل اینجا که میگیم کوک یا شف، این کوخ یعنی یک اسم فامیل اصیل آلمانی است به معنی آشپز، پس کوخ درسته، چون آلمانیام هم همین سی اچ به عنوان اخ میگه، اخ میگه به عنوان خ میگه. نگاه کنید دوستان، وقتی این پیام داره پخش میشه، اینجا ماوستون رو بیارید رو این پلیر دولت ایران از مذاکره هرگز بعد رایت کلیک کنید. وقتی رایت کلیک میکنید بهتون دو تا آپشن دیگه هم میده، یعنی دو تا حق امتیاز یا دو تا امتیاز دیگه. وسطیش میگه نورمال پلی بک، این پایین تریش میگه فست پلی بک، یعنی تونتر پلی کنید. این یکی میگه اسلو. حالا من اسلوش براتون میذارم، مثل آدمایی که مستن عرق خوردن. باید به ترس و از روی ترسم با کسی مذاکره نکنه. چه قشنگ میشه. بریم حالا رو فست. کره شمالی این کاری کرد، کره شمالی چی از دست داد؟ تازه شهرت جهانی ترم پیدا کرد و الان هم در امریکا صحبت اینه که آقا چطوره که این نورد کره داره یه کارهای دیگه میکنه کره شمالی، ولی اونا اصلا معنی نداره. یارو باش مذاکره کرد، دیدی که توجه دنیا رو بهش جلب کرد. ایران هم میتونه همین کارو بکنه، ولی نه پشت پرده، نه یواشکی، شفاف اگر میخواد بره مذاکره کنه، چون ایران در جایگاه بهتری هم هستش. اتفاقا امروز سفیر روسیه در اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی در کانال 10 خود اسرائیل ازش پرسیدن که آقا شما که گفتید ایرانو بیرون میکنید از سوریه، گفت آقا ما حق بیرون کردن ایران نداریم، ما ممکنه باشن حرف بزنیم، ایران با دعوت سوریه اونجا اومده و کارش هم مهم بوده، این کمک ایران نبود ما نمیتونستیم اونجا تروریستای آیسس از بین ببریم، داعشو. یعنی اینه دیگه، سفیر روسیه در اسرائیل به اینا داره میگه، یعنی تو دهنی هست اسرائیل. و ضمناً حرفی که آقای ترامپ زد من پیش شرط میتونم با رئیس جمهور ایران ملاقات بکنم، باز تو دهنی بود برای اونایی که تو کتابخانه ریگان جمع شده بودن یه دیر افراد معلوم الحال، بکنم اونا الان دارن دق میکنن، چون ایران یه کشور قویه در منطقه، همه میدونن و جایگاه خیلی محکمی هم الان داره. ولی اینکه چرا نمیخواد با آقای ترامپ، باید با آقای ترامپ در این مورد حال داد، نشست باش مذاکره کرد. حالا حرفایی که ایران میزنه میتونه بشینه با اون حرف. آقای مرتضوی تو رو خدا این برنامه خودتو گوش کن و ببین چند بار تکرار کردی که ایران باید با ترامپ صحبت کنه. آقا گرفتیم، باید صحبت کنه، باید در پنهانم نباشه، چون تو پنهان کار کردن بود که کارشون خراب شد. اتفاقا آقای امیرهوشنگ، آقای هوشنگ امیر احمدی هم اینجا بود، اگه باشن آقای امیر احمدی توی این مذاکرات و اینا اون موقع هم همینو میگو. باز ایشون یکی از اونایی که میگه هر کسی با آمریکا قرار داد بس، حالا اگه یه جایی هم یه اجحافی بهش شد ولی بعدن به نفع شد. در صورت چون امروز وقت نداریم، اون پیام دوم شما رو میذاریم برای یه وقت دیگه ای که ما برنامه بذاریم، اصلا شما 15 دقیقه 20 دقیقه هر هفته برنامه بذاری، یا حتی اگه دو سه بار میخوای در هفته، ولی روت یعنی بدونیم چه روزایی هست، یه نظم و ترتیبی داشته باشه. و اینجوری هم که دو تا پیام میذاری با اون تلفن دیگه به من زنگ میزنی کار خوبیه، که مطمئن بشیم هنوز این تلفن 703 داره کار میکنه. ولی شما اصلا احتیاج به این تلفن ها نداری، شما با کامپیوتر خودت بدون چیز میتونی ضبط کنی بعدن برای من بفرستی به صورت. اینم دوستان، همه اینایی که کامپیوتر ویندوز دارن یه برنامه‌ای دارن به نام آدیو ریکورد، و از تو اون پنجره که میان حالا دیگه اینا رو یکی بیاد کامپیوتر درس بده، ما اینجا شدیم همه کاره. بله اینم از این. و اما درباره انسان بودن و اینا دوستمون صحبت کرد، اون عقل بشر، ما قرار داریم با یکی از دوستان که
اینو توی هر برنامه نشون بدیم و ایشون هم $10 بابتش به تلویزیون مردم کمک میکنه، حمایت میکنه. ما از این بابت ممنونیم. آقا میخوای دوبار نشون بدیم $20 بدی؟ یا آمریکایی اینجوری میگه یه بار $10، دو بار $17، سه بار $20. بعد شما میگی خب سه بار بگیرم چون یک مجانی میشه. مغز بشر دنبال این مجانی بودنه. حالا برمیگردیم بعد راجع به قیمت بنزین و اینام سعید یه چیزی گفته براتون صحبت میکنیم. دکتر ویکتور فرانکل از معدود کسانی بود که موفق شد از زندان آشویتز در لهستان، میگن اونجا هنوز که میری بوی گوشت سوخته میاد. البته بهتون بگم دوستان، دفعه دیگه که رفتین سینما ببینید متوجه میشید یا نه، سینماها برای که وقتی شما میری حتما پاپ کورن بخری، به قول تهرونی ها چوسفی، به قول شیرازی ها نقل پیرزن، بوی پاپ کورن رو در ورودی سینما پخش میکنن و اونجایی که شما منتظر هستی که شما تا میری اصلا اینو برید بخونید بوشو پخش میکنن. حالا با این دوستان کلیمی ما که بازاریابیشون خوبه، احیانا توی این دخو و توی این آشویتز و اینا هم اینا این بو رو یه جوری پخش میکنن و الا بعد از 70 سال هر سوراخی هم بود دیگه این بوه رفته بود. حالا اگه سوراخ تاریکی بود بوی نم گرفته بود، اگه آفتابی بود بوی آفتاب گرفته بود. این دوستان یهودی ما هم آدمای صادقی نیستن. به در صورت گفت که معروف به قطعه آدم سوزی زنده بیرون آید. او در نامه خطاب به معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ اینگونه می نویسد: چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید ببیند. من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسی طراحی می شدند. من پزشکان ماهری را دیدم که کودکانی معصوم و بیگناه را به راحتی مسموم می کردند. من پرستارانی ماهر یا کاربلد را دیدم که انسانها را با تزریق یک آمپول به قتل می رساندند. من فارغ التحصیلان دانشگاهی را دیدم که می توانستند انسان دیگری را در آتش بسوزانند و مجموع این دلایل مرا به آموزش مشکوک کرد. از شما تقاضا می کنم که تلاش کنید قبل از تربیت دانش آموزانتان به عنوان یک دکتر یا یک مهندس از آنها یک انسان بسازید تا روزی تبدیل به جانوران روانی دانشمند نشود. پزشک یا مهندس شدن کار چندان دشواری نیست و هر کسی می تواند با چند سال تلاش به آن برسد. اما به دانش آموزان خود بیاموزید که بهترین و بزرگترین ثروت هر کدام از آنها انسانیت است که با هیچ مدرک تحصیلی در جهان قابل مقایسه نیست. حالا برای اینکه بهتون بگم حتی این نوشته هم با وجودی که نکات خوبی توشه و من باور دارم که بله بیاین انسان سازی کنیم نه مدرک سازی اینها، ولی نگاه کنید یکی از این دکتره سوال کنه شما اگه جزو اونایی بودی که قرار بوده بکشن تو، نمیدونم تو کوره بسوزونن تو، آمپول هوا بزنن، مگه چند بار میبردن تو این اتاقای مختلف نشونت میدادن؟ بدونید اینجاست که تاریخ باید یکی بیاد سوال کنه. اون دوست اون از آلمان میگه آقا شما تو آلمان اصلا نمیتونی این سوالا رو بکنی. میگم خانم شما چی میگی، تو آمریکا هم نمیشه سوال کنی؟ شما چه جوری همین اتاقای گازی رو میرفتی همینجوری میدی با موتور گازی همینجوری دور میزدی تو اینا، کوره ها رو میدیدی دارن آدم میسوزونن، میگفتی من حالا امروز کار دارم نمیام فردا میام، میخواستن سوزن بزنن سوزن هوا به پرستاره، میگفتی حالا من نمیام امروز از سوزن میترسم فردا میام. هر کی رفته اونجا یه بار دیده کشتنش تموم شده مرده، الا اونایی که تو این سوراخ ها بودن، تو قطار ها بودن، تو جاهای تنگ بودن نگهشون داشتن و الا روزی که میخواستن بکشن زنده به گورشون انداختن. ولی دیگه اون که افتاد تو گور دیگه نمیتونست بیاد بگه من هر روز بردن اتاقا رو بهم نشون دادن، اجاق گازم روشن کردن اتاق. بله اونم سایت آوای بوف، بعدم این و بله بیایم اینجا. حالا خب این آقای محمود قربانی هم میشناسید همتون، ایشون شوهر گوگوش بود و یکی از اونایی که کافه میامه رو تو تهران داشت و اینها، سالهاست که میگه ما میخوایم یه برنامه بذاریم هنرمندای ایرانی چنین و چنان، سالهاست که میگه ما میخوایم یه شهری رو
در مکزیک بخریم یا بگیریم ازشون و به اسم تهران، که من گفتم آقا اقلا بذار ایران، این چقدر شما همتون من تهرونی هم، من بگم من شیرازی هم، اون بگه من لورم، اون بگه من ترکم. و خلاصه اینم از حزب خودمونه، توی حرف زدن زیاد، توی عمل کم. البته خیلی خوشحالم که ایشون عملی نیست، چون داریم عملی هایی که همه پای منقله. ببین آقای سعید عزیز، من وقتی اومدم آمریکا پمپ بنزینای اینجا، بذارید بهتون اکثر باز نشون بدم کمرای سه، پمپ بنزینای اینجا تابلوهاش که یادته از اون تابلوهای زشتایی بود که با میخ اینجوری یه چیز میفرستادن اون بالا و اینها، مینوشت ببین اینجا نوشته کردیت. اون موقع اصلا کارتی به نام دبیت هم ما نداشت، الان نوشته کردیت دبیت 4.27 کش یا شورون کارت 4.20. بعد تازه اینجا نوشته سلف سرویس، اون موقع یکیش بود فول سرویس یکیش بود سلف سرویس. الان توی شهرهایی فکر کنم نیوجرسی و اینا هست یا پنسیلوانیا هست، هنوز شما نمیتونی خودت بنزین بزنی، تا میری یه نفر میاد بنزین میزنه، اصلا میپرسه چی میخوای، میگی بنزین این میخوام، بنزین 85 میخوام، 95 میخوام، بهترین میخوام، سوپر میخوام، دوپر میخوام. و اون چیزی که شما میگی عزیز من، من متوجهم، مینوش بنزین اون موقع گالانی 89 سنت کش، 94 سنت کردیت. بعدن دیدن مشتری های کردیت رو دارن از دست میدن، یا یه جایی شروع کرد نوشت کش اند کردیت دی سیم پرایس، الان تو ویرجینیا میتونم به یقین بگم همه اکثریت اینها کش اند کردیت دی سیم پرایس. این وسط کلا سر کی میره؟ کلا سر اونایی میره که کش میدن، یعنی اونی که کش میده حقیقتا رو هر گالونی داره 2-3 سنت گرونتر میده، برای که منی که کردیت کارت میدم به اصطلاح جبران بشه. حالا این کردیت کارت ها تبلیغ میکنه شما اگه بنزین بزنی 5% هم ما بهت میدیم، اگه بری خوراک بخوری 10% هم بهت میدیم، از اینجا اگه بنزین بزنی فلان، از اونجا اگه بنزین بزنی فلان. بله اینجا اگه بنزین بزنی بگی میخوام ماشینمو بشورم، گالونی 20 سنت هم بهت ارزون میدیم، که وقتی میای 10 گالون بنزین میزنی 2 دلار سیو کنی، بعد حالا ماشین شستن که 8 دلاره بگی خب 6 دلار شد. پس اون دوست ایرانی که پیام میذاره میگه شبخیز کلک میزنه، خانم شبخیز دکون باز کرده باید نون بخوره، شما هستی که میری اونجا میگی این نون چنده، میگه 2 دلار، بگو نمیخوام، اون بغلی میده 1 دلار. یا نون مونده رو گذاشته بالا، نون کهنه رو گذاشته زیر، که حالا اینا هم یاد گرفتن نونای کهنه رو میذارن زیر، ما هم میریم نون کهنه رو از زیر میکشیم میاریم بیرون. یادتونه روزنامه میخواستیم بخریم، همه یکی زیر اونه بر میداشتن. در اصل این هم ماجرایی که آدم هی یادش میاد. و این ماجرای کش اند کردیت رو میفهمم. ما وقتی کتاب آقای مرتضی، آقای جلیل مرتضوی رو گذاشتیم اینجا، پشت صفحه ما اینجوری شد. حالا مجبور شدم این عکس رو بذارم که به این صورت در بیاد، یا اینا اصلا برگردونم همون سیاه باشه راحت تره. این سیاه خدا بیامرزه این چارلی روزی که هنوز نمرده، بک‌گراندش و ستش و اینا همه سیاه بود. یادم آقای مهران صدری هم یه بار این کار کرد، در و دیوار تلویزیون سیاه کرد و خیلی چیز مزخرفی شده بود. و اما یه دوستی برای من یه ویدیویی فرستاده که گویا یک مراسمی مال اسرائیل و سعودی عربستان سعودی و اینها، و بیان با هم نگاه کنیم، که من برای این دوستم گفتم که حالا اول نگاه کنیم بعد. ببخش من این صداشو کم کنم. دوستان تو رو به جدتون اینجوری فیلم نگیرید، اینجوری فیلم بگیرید. چشای شما اینجوریه، اینم اینجوریه، ولی وقتی اینجوری میگیرید ببینید دوتا چش این ور ورش و سیاه میشه. مردیم از بس ما به شما گفت. خب حالا من به شما اینو نشون میدم، ببینید وقتی تلفنتون رو عمودی نگه میدارید این اشکال پیش میاد، دو طرف صفحه سیاه میشه، تصویرتون 1/3 میشه، کوچیک میشه، به جایی که تمام این کامپیوتر یا صفحه. ببینید چرا شما تلفنتون رو
عمودی نگه داشتید. بفرمایید. حالا اینو دقت کنید. فکر کنم مال ایران گفت افشین خادمی، بعد حالا این عربه اومده با پرچم سعودی عربیاس عربستان سعودی بزنم براتون اینجوری کنم که بیشتر و بهتر ببینید. ای زحمت ما رو زیاد میکنید آخه وقتی اینجوری فیلم برداری میکنید. کامرای 3 بفرمایید. ببینید الان صدای اسرائیل زد، حالا میاد اسرائیل با پرچمش. تا اسرائیلی آمد سعودی عربیا پرچمش رو جمع کرد رفت. حالا ببینید کجا میره وای میسه. رابطه ایران و سعودی عربیا بدتر از رابطه اسرائیل و سعودی عربیا. و این آقا که به نظر میرسه یه جاییه که ما درس دانشجویی چیزیه، باید این فهم و شعور رو داشته باشه. حساب مردم از حساب دولت‌ها جدا. اینی که تو مسابقه کشتی فلان کشتیگی به خاطر نمیدونم اسرائیل نمیره فلان اینا، این بدبختی و نفهمی و کم عقلیه. برای دوستمون نوشتم که مردم که نباید کاری به دولت‌ها داشته باشن. دولت‌ها معلومه امروز فوش به هم میدن، فردا قربون صدقه هم میرن. من الان منتظرم ببینم این آقای ترامپ وقتی رفت این روحانی رو دید چجوری بغلش میکنه و هی میزنه پشتش رو، دست به ریشش میکشه و اینها. و اما سعودی و اسرائیل رو نشون دادم، عکس بختیار. دوستان پس چی شد؟ 300 میلیون پول گرفته آقا رضا. پسر بختیار دوستمون نوشته بود آقا این پسره مأمور رئیس اداره پلیس همونجایی بوده که باباش تو اون شهر بوده و جسد باباش تا 24 ساعت بعد هیچ که نفهمیده پیدا، یعنی نفهمیده مردن. عجب پسریه، عجب ایران پرستی بوده، عجب وطن پرست. ولی حالا که بوی پول آمده از رضا پهلوی، این میگه بریم 16 رو حمایت کنیم. آخه یکی به تو بهش بگی بنگی، مامانش فرانسویه، یه به تو بگی بنگی مثل اون فروهره کیه پسره اسمش عباس بوده حالا گذاشته نمیدونم چی کی به حرف تو گوش میکنه؟ نشسته بودن منتظر تو. مثلا امروز خانم حوریه وقتی پیام پسر بختیار میشنوه میگه آخ راست میگه ها، چه اشتباهی کردم درباره رضا تنبل رضا پولوی، آشکال کثافت. بله عکس پوتین و ترامپ این رو هم یه جا نشون دادیم، ولی باز نشون بدیم تا دیگه پاک کنیم از اینجا. بله ترامپ چنان به اصطلاح مومه توی دست پوتین شده که این عکس رو درست کردن، خب فتوشاپه ولی گویای حکایت واقعی ترامپ هست. و این بله اولمپیاد ریاضیات بوده، برنده را صدا می کردن. خیلی ممنون خانم گلنار گران، ممنونم از شما. بله این از این، اینو پاک کنم. یه عکس دیگه هست نوشتیم پوتین ایران راشا، اینو نشون دادم قبلا دیگه لازم نیست. اینه که پوتین چون از به اصطلاح ترامپ چون از پوتین اینو کرده رئیس جمهور، حتی تو مغز آمریکا تیر شلیک میکنه. این عکسه اینجوریه ببینید. بله دستش دست پوتینه، هفتی رو گرفته و این انکل سام سرش حالا پیدا نیست، داره تو مغزش شوت میکنه. ببینم دیگه چی براتون گذاشتم. پیام های آقای مرتضوی خیلی گشاد گشاد صحبت کردی، شعاره بود میگو گشاد گشاد را نروید، اونام گفتن گشاد گشاد را نروید. گو آقا اینی که میگم شعار نیست، اونام گفتن اینی که میگم شعار نیست. بله عکس انسان بودن رو نشون دادیم برای امروز. و اما صفحه مردم تیوی به روز شد بالاخره. ما خیلی وقت بود که مردم تیوی رو استفاده نمی‌کردیم، همش فیسبوک و این ور اون ور. ولی دوستانی که از رو فیسبوک می‌رفتن، یه دلیلش هم هوشنگ عزیز بچه لب او همشهریمون اون روز تشکر کرد، گفت من حالا فهمیدم
همه ویدیوهاتو چجوری نگاه کنم، من به این فکر افتادم که همین کاری که برای ویدیوهای خودمون اینجا انجام دادیم، همین کار رو برای ویدیوهای آقای ارشاد و همین کار رو برای ویدیوهای کانون آوا، همین جوری که برای آرشیو آقای ماسالی، آرشیو سرهنگ عقیلی پور، آرشیو آقای انصاری، راستی خبر خوب این که با آقای انصاری صحبت کردم، به زودی در یکی دو هفته آینده دو برنامه ای رو که بدهکار هستن به تلویزیون مردم و تلویزیون مردم هم بدهکار هست به پتیک، اجرا میکنن و ما این دین از سرمون رها میشه. و اینم از این انسان بودنم اینجا بنویسم که باز داشته باشم. کارآموزی برای ما ایرانی ها، حتما شما شنیدید که همه ما میگیم، منم میگم ما ایرانی ها از لحاظ تیم ورد خیلی بدیم، یعنی از لحاظ کارهای دست جمعی خیلی بدیم، و همین خاطر هست که تو کشتی، وزن برداری، کاراته، اینا که به اصطلاح چیزای تکی هست موفق میشیم، ولی تو جاهایی که باید تیم ورد داشته باشیم، تیم ورد میشه کارهای دست جمعی. حالا یه دوستی یک عکسی فرستاده گفته که اگر جنبشی چیزی را میندازن، اقلا بیان از این بچه ها تیم ورک رو یاد بگیرن. اینم به عنوان حسن ختام برنامه و برای خنده تقدیم به شما. ببینید چجوری با هم تیم ورک میکنن وقتی که فقط یک مسترا وجود داره و 5 نفر همزمان باهاشون تنگشون گرفته. و چقدر قشنگ، اصلا به عقل هیچ کس نمیرسه که اینجوری بشینه و این کار انجام بدن. و الی آخر، آقای رجبی از شما ممنونم، هوشنگ شیرازی TNT از شما ممنونم، خوشحالم که آقای محمود قربانی هم اینجا بود، امیدوارم در برنامه های آینده هم با ایشون صحبت هایی داشته باشیم. آقا چه خبره این تلویزیون های ایرانی که همش هنوز هم تو همون دنیای کلاهبرداری هستن؟ یه پیامی پخش کردم که آقا خانمه میگه که بلیتو میگن 680 دلار رفت و آمد، رفت و برگشت، وقتی زنگ میزنیم میره بالای 1000 دلار. و اما امروز چهارشنبه بود، اول ماه آگست، ممنونم از احمد آقا که 30 دلار ماهیانه لطف میکنه، خیلی قشنگ دیروز فرستاده بود برای این ماه. ممنونم از اون دوستمون که 10 دلار ماهیانه میفرسته، ممنونم از اون بانویی که 50 دلار از کانادا فرستادن، و ممنونم از شما که بعد از برنامه حمایت میکنید. منتظر برنامه ها باشید. روز جمعه با آقای امیر حسین لادن هستم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بذارید یه کمی، حالا که ما تا اینجا وایسادیم، یه کمی بیشتر باهاتون وایسم، چون نوشته های فیسبوک بعضی وقتا خب میشه مثل کسی که پیام گذاشته، ما باید به اونام احترام بذاریم، براشون بخونیم و اینها. بله اوکی، ببینیم که اینو چی نوشته. آهان، مذاکره با ترامپ. سعید نوشته که سوربی، دولت کره شمالی قبل از مذاکره با ترامپ برای هر جسد سرباز آمریکایی 1,000,000 دلار میگرفت. همین الان هم میگن 120 میلیون دلار خرج شده. و اصلا ببینید شما وقتی میگید برای هر کی 1,000,000 دلار میگرفت، جمعیت 330 میلیونی آمریکا با اونا میشه هیچ، ولی خب برای کشوری که ندارن بخورن. برید فیلمای کره شمالی رو نگاه کنید، از تو مزرعه ها از همدیگه پوتیتو میدوزن، کش میرن، قایم میکنن، از این مکافات ها. حالا بده جسدار رو یه پولی هم بگیره، همین دولت ایران هم بده یه چیزی هم بگیره، باز میرسیم به حرف جلیل مرتضوی، باز میرسیم به حرف آقای هوشنگ امیر احمدی که آقا شما 40 سال هی گفتید ما میزنیم و میکشیم و ملت رو بدبخت کردی، دلار رو کردی 12,000 تومان، خودتونم افتادید به جون همدیگه، نمیدونید میخواید چه غلطی بکنید. یه وقتم بیا گفت 100 بار بدی کردی، دیدی ثمرش رو، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ بیان یه بارم صحبت کنید، بشینید پای میز و اینها، به اینا بگید آقا سال 1953 اومدی حکومت ما رو بر فلان کردی، سال نمیدونم فلان این کار کردی، دیگه این کارا رو نکن، از حالا ماشین آمریکایی میخریم، فلان میکنیم، بیسار میکنیم، تموم بشه بره. ولی اینجوری شما هم بعد وقتا فردا مثل شاه در به در میشی دنبال مصر و دنبال، حالا اون که اقلن دوتا کشور راش دادن، پاناما و مصر و مراکش، 3 تا، حتی آمریکا هم راش داد، شماها رو کی راه میده؟ شماها رو همه الان پلیس بین المللی دنبالتونه. اینم از این. ببینیم حالا
این نوشته ها رو که افراد رو هم بشناسیم که ببینید چه کسانی روی فیسبوک هستن. این بود که من به خانم هوریه خانم گفتم که ما میدونیم چه جوی روی فیسبوک هست، ولی شما بیا به ما بگو چی شد که شما دیگه تا اون حد بهتون به اصطلاح فشار اومد که گفتید بابا گور پدرش من باید حرفمو بزنم. نگاه کنید دوستان، ما اینجا آمدیم نوشتیم که اگر شاه چنین حرفی زده باشه شکر خورده، غلط کرده، همین فرع هرزه مرد باز و شاه همجنس باز ایران را تحویل آخوندهای جانی دادن، پس بهتر از اینها خفه شوند و در سوراخهای خود بمانند تا بمیرند. حالا یه آقای اومده به نام آقای محسن شریفی، امیدواریم مثل فامیل شریف باشه. آقای سربی اگر مدارکی در هرزه بودن فرح دارید لطفا رو کنید. آخه ببخشید مگه من جاکشش بودم که بدونم با کی رفته، کجا رفته، کجا نرفته؟ آقای شریفی این چه حرف مزخرفی که نوشتی؟ منم نوشتم شما بیا در برنامه شرکت کن تا نشونت بدم. خانم فریمان ارشدی که یکی از اون خانمایی هست که من قبولش دارم از لحاظ نوشته منطق چیزاش منطقیه، خیلی هم هی فمینیست فمینیست نمی کنه، قبول داره یه جایی زن ها مشکل دارن یه جایی مرد ها مشکل دارن و بارها بهش گفتم، ورزشکارم هست، کاراتکارم هست، مواظب خودتون باشید، بهش گفتم شما بیا تو تلویزیون مردم برنامه بذار. ایشون نوشته شما چه کسی را قبول داریم؟ خب احتمالا برای من نوشتن دیگه، چون من پست عمومیه، ایشون هم کامنت عمومی گذاشته، نوشته شما چه کسی را قبول داریم؟ اگه شما برنامه های من رو نگاه کرده بودید میدیدید که من بارها گفتم یک بار اشتباه کردم رفتم این جبهه ملی، تازه نه عضو شدم نه کسی رو قرار بود قبول داشته باشم، بعد فهمیدم اینا میخوان جدا بشن از هم، گفتیم ای بابا مورچه چی کله پاچش چی باشه، حالا دو نفر بیان واشنگتن دو نفر اونجا قیدشو زدم. پس خانم فریمان ارشدی عزیز، من برای اینکه مستقل باشم هیچ کسی رو قبول ندارم، تازه اگه قبول داشته باشم قبول داشتن با پیوستن و دنبال رفتن و عضو حس شدن فرق میکنه. بنده مثلا برفرض بگم من گاندی رو قبول دارم، خب همین گاندی که میگه ما پیرن انگلیسی نمیپوشیم، آقا رفته انگلستان درس خونده، کت شلوار انگلیسی پوشیده، همچین که اومد اونجا اینا رو باز کرد، از نخ ریسیدن نخ و اینا لباس پوشید، یکی بهش نگو آقا این عینکی که داری میزنی عینک انگلیسیه، این عینکی تو بردار و ببین مثل کورا چجوری تو خیابون راه میری، کار اشکال داره. همین آقای مارتن لوتر کینگ MLK که اینجا الان ما قبولش داریم، اگه بخوای از اونوری ایراد بگیری خب ایراد داره. خب این یکی بود. یه نفر دیگه یه خانمی بود، حالا حتما ورداشته دیگه، نه خیر اینا انقدر هم پر رو هستن که چیزشو گذاشته، خانمی به نام فاطمه جمشید ملیچه گفته لطفاً با مدرک صحبت کنید. اولا صحبت کردم با مدرک یعنی چی؟ یعنی من همچون که دارم حرف میزنم تو هوا مدارک بیاد به شما بخوره به سگ صورته؟ خب بله، با مدرک صحبت کنید. اینجا جالبه، در غیر این صورت جواب این تهمت را خواهم داد. من منتظر رو کردن مدرک هستم. بهش گفتم اصلا منتظر نباش، هم الان بیا جواب بده. و ممنونم. سم اوستا میگه آقای سوربی اینقدر هرس نخور از دست این شاه اللهی های دیوانه. خوشحالم که بینندای ما متوجه شدن طرفدار سلطنت باشی، طرفدار پادشاهی باشی اشکال نداره، شاه اللهی باشی اشکال داره، حزب اللهی باشی اشکال داره، مصدق اللهی باشی حزب اشکال داره، رجب اللهی باشی اشکال داره، والا برو دنبال هر سازمانی دل میخواد. و اینم ماجرای فیسبوکه، بیا مدرکت را نشان بده و الا من می آیم. خب بیا بعد ما برات شعر می خونیم. من آمده ام فاطمه بگم میاد با برو بذار دنبال کار زندگیمون باشه. خب دیگه براتون چی دارم بذارید ببینم، دیگه امروز میریم رو دو ساعت و نیم، اب نداره. خب یه 15 دقیقه ایش با خانم هوری بودیم، یه 20 دقیقه ایش با اون دوستمون بودیم،
اینجوری و می ایران یو اس براتون این رو بیارم. آها دیروز یکی یه چیزی برای من فرستاد که آقا این امباسی مجازی یا سفارتخانه مجازی آمریکا چی شد؟ گفتم والا اینو دوره اوباما یکی درست کرد، لابد یه پولی از سفارت از چیز گرفته از ادمینستریشن اوباما و اینو را انداخت. الانم بهتون نشون میدم، این یه چیزی به نام سفارت مجازی ایالات متحده در ایران. حتی اگه یادتون باشه هیلری کلینتون هم که وزیر امور خارجه بود در موردش صحبت کرد، گفت ما یه میز داریم، یه دسک داریم، یه تیبل داریم، هرچی. بعد اینا حالا آمدن فیلم گذاشته، مثلا اینجا مکدونالد که میری مثل آبر بانک مال فلان اینجوری و اینها، ولی وقتی نگاه میکنید بعد از پرزیدنت اوباما اصلا دیگه به روز نشده. یعنی اون طرف مثلا اون موقع دانشجو بوده، اون موقع توی دفتر دستک اوباما کار میکرده، یه پولی گرفته، بعد دیگه رفته سر کار، اصلا میگه بابا ولمون کن. یا اون موقع شوق و ذوق ایرانی و وطن پرستی و ایران بودن و هومسیک بودن و غریبه اینا توش به وجود اومده بوده، بعدن که ایرانی ها رو شناخته مثل سوربی رسیده به این نتیجه که کارمون خیلی خرابه. در هر صورت این چیزی نیست، ولی یه خبر جالب گذاشته اینجا که این قابل خوندن و قابل بحثه و من براتون میخونم این خبره رو. نوشته که تاریخشو ببینم میتونم پیدا کنم. بله نوشته 31 جولای، نوشته virtual embassy، پس یعنی هنوزم به روزش میکنن. 31 جولای دیروز بوده. نوشته که قاضی آمریکایی دستور بازگرداندن عتیقه ایرانی به ایران را صادر کرد، که من بارها گفتم والا بلا الان نفرستیم، بذارید هر جا هست بمونه، چون اقلا اینجاها بهتر نگهداریش میکنه. چون بفرستید ایران یا خود آقا و آقازاده ها میدوزدنش یا میافته دست مردم. شما باورتون نمیشه، من در همین تلویزیونای فسقلی که بودم چند بار بچه فلان تیمسار به من زنگ زد، این آقای کوروش یاد راد، که آقا من زیرخاکی دارم، آقای نمیدونم اون یکی کی بود مهجور زنگ زد آقا من زیرخاکی دارم. گفتم زیرخاکی یعنی چی؟ گفت این عتیقه و اینا رو تو ایران الان دیگه میگن زیرخاکی، اینا رو از زیر خاک میارن بیرون میفروشن. گفتم آقا مگه من قاچاق فروشم یا قاچاق خرم؟ برو دنبال کارت. قاضی یک دادگاه عالی در نیویورک دستور داده است که نقش برجسته ای از یک سرباز هخامنشی که بیش از 80 سال پیش از ایران دزدیده شده است به ایران بازگردانده شود. اینو دنبالش خودتون برید بخونید. فقط یه نکته جالب، 80 سال پیش هم چیزای ایران دزدیده میشد. 80 سال پیش هم در زمان شاه شهر و کشور بیدر و پیکر بود، هر کی میمد میدزدید میبرد. حالا اگه نمیدونستید بدونید زمان رضا شاه خیلی از چیزای تخت جمشید و همونایی که آمدن کنکاش میگن، چی میگن وقتی اینا رو میگردن و پیدا میکنن، بردن. و شما الان وقتی میری انگلستان، وقتی میری فرانسه، از موزه‌های ایران بیشتر اونجا چی هست. در صورت اینم سهم ما از این ماجرا. و اما سوگند خانم مرکل در قسمتی که این دوستمون فرستاده، بذارید من پیداش کنم ببینم کجاست. آهان یه نامه‌ای هم از ایران اومده آقای شهرام، اون رو هم من براتون بخونم. ولی این پیغام خانم مرکل واقعا مردشور این فیسبوک ببره با این مسنجرش که هر دو روزی عوض میکنه. الان تو مسنجر اگه یه کسی براتون یه ویدیو میفرسه، شما روی یکیش کلیک میکنید باز میشه، روی یکی دیگرش کلیک میکنید همونجا انقدر باز میشه و نمیدونید چه باید کرد. بذارید حالا من همینو براتون کوچیک اینجا نشون بدم، چون فکر نمیکنم این باز بشه. بعدم فقط یه چیز گذاشته، نوشته فیسبوک سیف تو فیسبوک یا ریاکت. ما نمیخوام ریاکشنی نداریم، ریاکتی نداریم. بذارید اینو بهتون اینجوری نشون بدم. اینه یه ویدیوی کوتاه، اینم سلیکت ایریا. بله نوشته سوگند خانم مرکل که برای مردم آلان خدمت کند و قوانین را رعایت نماید و تغییرات پینوکیویی. اینه با هم ببینیم. اینم صدا
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. که این حرف که میزنه هی دماغش بزرگ میشه و این سوگند یاد کردن خیلی دور نریم. همین بغل آقای رضا پهلوی سوگند یاد کرد که من پادشاه هستم، هیچ غلطی تا امروز نکرده و این 300 میلیون دلار حالا کی باشه که پول خونش بشه، چون آخونده اگه اون روز تالا بهش کاری نداشتن، برای که اینم رفته بود دنبال برنامه خودشو بچه داری، یعنی اصلا تو خونه میشنست بچه داری میکرد، خانمش میرفت کار، خانمش وکیل. حالا که دیگه اونا بزرگ شدن، یک مدل شده، یک نمیدونم فلان شده، این آمده را افتاده اینجا اونجا کاسه گدایی با نوری زاده و حالا کی باشه که ببینید آخوندها دست از سرش بر نمیدارن و بگید این سوربی عجب میدونست اینا رو. اینم از این. آقای رضا سلامی هم اینجاست، این دکتر رضا سلامی چند ساله که قرار شده بیاد تو برنامه ما، یعنی تو تلویزیون مردم برنامه داشته باشه. یک روز میگه حالا خونم رو درست کنم، یک روز میگه زندگیم رو درست کنم، یک روز میگه باغچه‌م رو درست کنم، زمستون میشه میگه برفا رو پاره کنم، بهار میشه میگه گلا رو بکارم. آلمانیا یه مسئله دارن، میگه که فقط افراد تنبل هستن که میگن فردا، افراد معمولی کار امروز رو امروز انجام میدن. خودمونم به فارسی داریم، کار امروز به فردا مفکن. در تلویزیون مردم هم میتونن برنامه داشته باشن، شما میتونید برنامه داشته باشید، اینم داره مینویسه که شما میتونید برنامه داشته باشید. دیگه از این واضح‌تر ما نمیدونیم چی بگیم. حالا لیلا خانم میگه هیچ کس نمیتونه اکسپرس اپینیون، ماشاءالله شما که با پیام و با تلفن و با نوشته و با ایمیل هنوز چی وصیت‌نامه خمینی رو باید نشون بدم. دو تا عکس دارم که گفتم رفتم یه جایی دیدم عکس فرح بهر گذاشتن پشت یه ماشینی، بذار ببینم میتونم پیداش کنم. بعد عکس چیز رو هم عکس پتیکم گفتم من برات نوشتم تو جواب ندادی، نوشته که من نامه ای از شما نگرفتم و وقتی رفتم نگاه کردم نتونستم پیدا کنم و دیدم که اون درست میگه، من اگه فرستادمم یا درست نفرستادم یا اون سند رو درست نزدم. ولی شما بیاین این عکس رو نگاه کنید با هم، بذارید این باز بشه. یک لحظه امانم بدید. میخوام براتون بگم که وقتی که هیتلر میگه بابا جون وطن پرستی و وطن دوستی و اینا این چیزی نیست که شما فکر میکنید، اول میخواستم رو نمرش بپوشونم، بعد گفتم نه دیگه تو محل عمومیه کسی که با افتخار اینو میذاره پشت ماشینش، خب ما هم تبلیغش میکنیم، تازه باید یه پولی هم بده این ماشینه رو. خب شما تا اینو میبینی میفهمی که طرف ایرانیه، حالا مگر این که مثلا یه دوست ایرانی داره. بالاخره آمده عکس فرهبهر رو گذاشته اینجا، ولی جالبه به اسم ایرانیش افتخار نمیکنه، اسم خودشو گذاشته لیو، L-E-O و این. حالا از این جالبتر اجازه بدین عکس بعدی رو بهتون نشون بدم که وقتی اونو گفتم به چیز گفتم تو متوجه نشدی، من منظورم این بود، گفت که آقا بیا کالیفرنیا و ببین این ارامنه چه کار میکنه. دوستان دیدید این روزا، حالا ماشین آمریکایی که اون وقتا بزرگ بود، خب ماشینا کوچیک شده، ولی بازم بعضی هاشون یوغور بزرگن. هرچی این ماشینا هی بزرگتر میشن هی پارکینگ ها رو کوچیکتر میکنه، که دیگه بیشترین تصادف ها این دریه که ماشین بغلی زده به شما، یا درر خواسته باز کنه باد زده، یا دیدین درا دوتا فنر داره، اینجوری میشه اینا. ولی نگاه کنید این دوست ما که هخامنش هم هست و اینا ماشینش رو چجوری پارک کرده. البته تنها به قاضی نریم، بذار من این عکس بیاتش. نمیدونم چرا اینقدر طول میکشه این عکس، هم که میگیری بعض وقتا حجم بزرگی داره، خیلی طول میکشه. بله آمد کامرای سر نگاه کنید، لاستیک عقبش رو خطه، لاستیک جلوش از خطم اومده این ور، ناگفته نماند
شاید ماشین قبلی، ماشین این یکی بد پارک کرده، اینم مجبور بد پارک کنه. ولی من به شماها یه پیشنهاد میکنم، از امروز اگر رفتید یه جایی یه ماشینی بد پارک کرده، شما بد پارک نکنید، چون این میشه مثل یک سربازخونه ای که یک پوتین گم میشه، اون از اون میدوزه، اون از اون میدوزه، اون از اون میدوزه، شما تمام پارکینگ رو میریزی به هم، نفر بعدی هم میاد اینجا، اینو ولش کن، این احمق بوده، خر بوده، خنگ بوده، رانندگی بلد نبوده، بد پارک کرده، شما قشنگ یه دنده عقب بگیر بیا اینجا پارک کن یا برو اونجا پارک کن. در صورت اینم از این، یه دو تا عکس دیگه هم دارم که میخوام بهتون نشون بدم که دولت چجوری پول خرج میکنه و به قول آمریکایی‌ها نگاه کنید ببینید پول شما کجا میره. آقای پتیک نوشته که کاکو جون سلام، صبح بخیر، دیروز کتاب خانم سبیل ادموندزو خریده بودم، به دستم رسید، گفتم با این سواد در حد دیپلم انگلیسی بخونم، قربانش بروم، کلمات قلمبه و سلمبه، حتی تلمبه نوشته که فعلا عطایش را به لقایش بخشیدم. اتفاقا شما وقتی میخوای مقاله بخونی یا یک کتاب بخونی، حسنش همینه که این کلماتو ندونی. این روزا که دیگه دیکشنری نمیخواد، این روزا با تلفنت تا به یک کلمه رسیدی، کلمه رو بنویس، معنیشو میفهمی، بعد نگاه میکنی میبینی هر روز یک کلمه یاد گرفتی، هر روز دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تاش. آسون نیست، بریم دنبال اون چیزایی که بلدیم، بریم دنبال اونایی که بلد نیستیم یاد بگیریم. و اما اگر اینجوری بود 12 سال تو کلاس اول میذاشتنمون، قشنگ بلبل میشدیم، همه چی رو میخوندیم از بر، مثل این رهبران کمپوزیسیون ما میبینی، یک کتابی 40 سال پیش خونده، یکیش کتاب مارکس خونده، یکیش کتاب انگل خونده، یکیش کتاب فلان خونده، همونو مثل بلبل توتی هی میاد تکرار میکنه. نوشته که فعلا حتی هرچه مرتضوی کلمات معمولی و شیرین به کار برده، این خانم مانند اجدادش کلمات خشک و سنگین به کار برده. کاش روزی برسد کتاب را به کامپیوتر بدهی و آن به زبان دلخواهد پس دهد. احتمالاً همین الان هست، چون میدونی میگن آینده الان اومده تو این، چون شما این مقاله نوشته ها رو میتونید بدید به گوگل براتون ترنسلیت کنه، ولی دیزاستر یعنی ببخشید کاتاستروفی، فاجعه باره وقتی میدی اصلا چیزی که مینویسه خیلی ناجور و خیلی بده. الکساندریا خب بذارید یه چیز دیگه اینجا گذاشتم، می here you are. دیگه از دو ساعت و نیم هم 150 دقیقه هم بیشتر شد، ما قرار بود برنامه اون 90 دقیقه باشه و ما هم امپراتوری دروغ که من گفتم اینا خوب اسمی برای خودشون انتخاب کردن، چون تا حالا چند بار هی عکس ما و نوشته های ما و گفته های ما رو نوشته، گفته که این تلویزیون ضد انقلاب. میخوام بگم احمق، انقلاب 40 سال پیش بود و شما مردخارای انقلاب هستید و برین دنبال کار زندگیتون. ولی میدونید وقتی یه اسمی رو میذارن اینجا، یعنی اینا اینن، خودش نوشته امپراتوری دروغ، بله، بعد زیرش نوشته جنبش مقابله با هژمونی رسانه‌ای غرب، اینجا اومده نوشته امپراتوری دروغ را فلان اینا، بعد نوشته ماجرای سفر مخفیانه، عجب مخفیانه بود به قول دوستمون، گویا عجب مخفیانه بود که همه عکساشو نوشته‌هاشو دارن نشون میدن و دارن میخونن. ماجرای سفر مخفیانه رضا پهلوی به عربستان سعودی، در این سفر مقامات پادشاهی سعودی برای ایجاد اخلال در امنیت ملی ایران و تقویت و تحریک تجمعات همراه با اغتشاش 300 یا 40 میلیون دلار آمریکا را به رضا پهلوی هدیه دادند. حالا یادتونی میگفتن یک کلاغ 40 کلاغ، این 40 میلیون صبح بوده، تا ظهر که برنامه ما شروع شد شد 300 میلیون. و اگر تا امروز آقای رضا پهلوی یک قرون از پولای خودشو به شماها کمک کرده، حالا بشینید تا فردا هم از این پولا. یادمه یه بارم یه 6 میلیون دلاری گویا پول گرفته بودن، سر اون 6 میلیون دلاره با عمش اشرف
دعوا که اشرف گفت بود بابا من این پولو دادم برای این مثلا بری شورش را بندازی، اینم گفت بود خب من شورش کردم اینجا میخورم و اینا یکم نمک میریزم روش که شور باشه. و اما یادآوری دو اجلاس بزرگ و یاد بود در پاریس، خوشم میاد از این جبهه ملی، خوشم میاد از این مقاومت، یه اسمایی هم هست بنیاد بیانیه حزب ایران در پشتیبانی از بیانیه جبهه ملی ایران. حالا این شد نوکر ما، نوکری داشت خودش میرفت گل میچید. جبهه ملی ایران، این یکی دیگه حزب ایران از اون پشتیبانی کرده. بهتون نشون بدم، یکم نگاه کنید، بخندید به اینها. و من دو بار مصاحبه کردم با اون آقای کوروش زعیم، دیدم بابا اصلا اینا بزرگترین افتخارشون اینه که اسیر شدن رفتن زندان. بله من زندان بودم، الان مرخصی هستم، دوباره قراره برم زندان. خب یه مشتی هم رنگینک و کتلت و کوکو سبزی و اینا بگو خونه درست کنن برای زندانیا که میری. یادآوری دو اجلاس بزرگ داشت یاد بود در پاریس، بیانیه حزب ایران در پشتیبانی از بیانیه جبهه ملی ایران، تظاهرات در اصفهان در اعتراض به موج تورم و گرانی. بعد میاد پایین، نخستین همکاری گوگوش و سیاوش قمیشی با حال هوای اعتراضات در ایران. دوباره چی شد دوستان؟ دوباره بوی گوشت بلند شد، خواننده‌های ایرانی حالا یکی 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 بیان آهنگ بخونن، از شاهرخ گرفته، از اون خانم شیفته گرفته، از گوگوش گرفته. یادتونه گوگوش اومد تو نیویورک پرچم شیر و خورشید هم انداخت رو دوشش، و الان تو کنسرت هم پرچم شیر و خورشید میاره. اگه میخواین گوگوش رو خوب بشناسید، آقای قربانی اگه هنوز اینجا هستی، لینک ویدیوهای محمود قربانی رو که تلویزیون چیز ملی اون آقای شهرام هاشمی نژاد درست کرده برید ببینید، ببینید این گوگوش چه موجودیه. گوگوش و بهروز وثوقی و دیگران اینها، خب البته این یه طرف داستانه، اینم آقای محمود قربانی هم خودش پیغمبر و بیگناه و معصوم نیست، خود اینم خیلی آبزیرکاه هست به قول معروف. و اما دوستان عزیز، تلویزیون از حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. و آقای رضا سلامی یه چیزی گذاشته بود به نام ملا نصرالدین، این هم اگه بتونم من بهتون نشون میدم و ببینم که ملا شاید حالا نوشتم ام او، اینم مکافات شده، ما ملا رو یه بار می‌نویسیم، آها ملا یه بار می‌نویسیم ملا، بله اینه نوشته، اینم بخونیم که دیگه هیچ چیزی روی کاغذ ما باقی نگذاشته باشیم و واقعا به پایان آمد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. نوشته اینجا آقای بله آقا جون هم رو خون، بله اون آقا جون رو میگه نه ما قبل از چی خوندی بودیم برای این نبود. این کاریکاتور مربوط به حدود 100 سال پیش و از فکاهی نامه ملا نصرالدین است که از تاثیرگذارترین مجله های زمان مشروطه بوده است. خب آقای سلامی چه تأثیری گذاشت؟ اصلا خود مشروطه، آقای نصر احمدی، آقای چمنارا، اینا وقت صحبت میکنن میگن آقا خیلی کارش خرابه. نقاش مارها و عقربهای عمامه به سر را به تصویر کشیده که به جان مشروطه در قالب یک فرشته افتادن. ببینید این فرشته از زیر پاش این مار و عقرب و اینا میان و اسمم روش نوشته، مثلا یکی نوشته سید هاشم و الی آخر. دوستان عزیز شما هم اگر عکسی دارید، مطلبی دارید بفرستید، شما هم اگه میخواید مهمون برنامه من باشید تماس بگیرید. یه دوستی که هم یه جورای فامیل ما میشه، هم تو هوابرد خدمت کرده و خدمت میکنه، برای من نوشته بود آقا من میتونم باهاتون تماس بگیرم. نوشتم بله این شماره تلفن. بعد کی تماس بگیرم؟ گفت آقا شما 24 ساعت تماس بگیر، زنگ بزن، پیغام بذار، ببین در رابطه با چی میخوای صحبت کنی، من بهت تماس میگیرم، قرار میذاریم صحبت میکنیم. بعد میگه من نمیدونم جزیره تنب بزرگ و ابو موسا و اینا بودم، میخوام یه چیزایی رو از دولت جمهوری اسلامی بگم. گفتم خب به به، بیا بگو تا پدرشون رو در بیاریم. بعد میگه نه من که نمیخوام بگم، من خانوادم در ایرانم. میگم آقا ما رو مسخره کردی، علمون کردی، یا نگاه پیرن برمون کردی. عجب پیرنیه، این پیرنایی که کهنه میشه مثل دوستای کهنه هستن.
هرچی هم کهنه هستن، رنگ رو ممکن نداشته باشن، ولی نرمن، اذیتت نمی کنن، باهاشون راحت هستی. نه دوستان عزیز، ممنون و متشکرم. آقای دیوید خسرو، دیر آمدی، از اول برنامه ها نگاه کن، تا نیم ساعت یا یه ساعت دیگه ویدیوی یوتیوب رو میذارم اون بالا. اتفاقا یادم اومد که به خانم حوریه گفتم که روی فیسبوک با دوستان کلکل کنن، پس امروز هم ویدیوهای فیسبوک رو بر نمیدارم، ولی از هفته آینده جمعه بر نمیدارم، از دوشنبه آینده همون بنای قدیمی. دوستان دیگه‌ای که برنامه دارن، آقای ارشاد، کانون آوا، اینا میذارم و یوتیوب هم خودشون اگه بخوام میتونن بذارن، ولی برنامه خودم زمانی که برنامه زنده است فیسبوک زنده است، همچین که آرشیو یا بایگانی آماده شد یوتیوب با کیفیتی بهتر اونجا قرار داده میشه، میتونید کامنت بذارید. ولی ازتون خواهش میکنم اول یه ویدیویی رو تماشا کنید بعد کامنت بذارید، اول یه مقاله رو بخونید، نیم ساعت، یک ساعت، دو دقیقه صبر داشته باشید. شیرازی ها میگفتن اول برس بخوست، این برای موقع بود که حمام که میرفتی چرکای یک هفته پشت دستمون اخوخو باید میرفتی مینشستی خیس میخوردی، خوسیدن یا خیسیدن یا خویس خوردن. دستا ممنونم از یکایکتون، و اگرم بهتون چیزی گفتم بهتون برخورده، امیدوارم منو بیشتر بشناسید و بدونید که من چون شما دوستم هستی بهت ایراد میگیرم. بارها گفتم شما تو خیابون به یه غریبه، به یه بچه غریبه که چیزی نمیگی، ولی به بچه خودت روزی 100 بار ممکنه نق بزنی. اگه بهتون نق نزده بودم امروز حتی طرز تماس گرفتن تلفن و پیام گذاشتن رو بلد نبودی که آقا سلام، من فلانی هستم، این پیام رو پخش نکنید. الان آقای خزایی دوست ما زنگ میزنه، دو بار اولش میگه این پیام پخش نکنید. اولا میگفت من پخش میکردم، وسط برنامه که داشتم پخش کردم میگفت حالا اینم پخش نکنید. ای آقا رفت دیگه، مرغ از قفس پرید. روز روزگارتون خوش، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، برنامه رو با دیگران شیر کنید، شما هم میتونید برنامه داشته باشید. ما از آمریکا برنامه پخش میکنیم، از 20 دقیقه‌ای با کاخ سفید که بوی گندش هم واقعا به مشام میرسه. و الان مشکل سر اینه که دیشب یا پریشب این آقای جیمی کیمل، خانم کارداشیان یا قارداشیان کیه، اینو آورده بود، بعد کیم کارداشیان، بعد بهش میگه خب خوب شد تو رفتی اینجا، این خانمه رو از زندان آزاد کردی، رفتی با این، حالا بازم میخوای زندانیای دیگر هم آزاد کنی و اینها. میگه بله. میگه خب اول این ملانیا زن ترامپ رو آزاد کن، بعد اونم بنده خدا نمیتونه یه چیزایی بگه. بعد خندید و اینا. شما اگر برنامه رو قبلا من بفرمایید، من در ده ها صفحه شیر خواهم کرد، مردم باید ببینن. دیوید عزیز ممنونتم. من اون وقتا قبل از برنامه می نوشتم که امروز ساعت 2 برنامه دارم، از بس کار داریم و گرفتاریم بعض وقتا یادم میره، بعدم هر چی نوشتیم دیدیم هیچکی به هیچکی نمیده، ما هم دیگه ولش کردیم. حالا شما خودت یادت باشه دوشنبه، چهارشنبه، شیششنبه، ما جمعه رو کردیم شیششنبه که یادت باشه، روزای زوج، دوشنبه اول هفته در آمریکا، چهارشنبه، جمعه، از 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکا و 11 صبح به وقت غرب آمریکا 2 ساعت برنامه داریم. بعضی وقتا هم جونمون بهمون اجازه بده میریم. امروز 2 ساعت و 43 دقیقه من اینجا نشستم. حالا اونایی که دستن در کار برنامه هستن چند ساعت هم قبلش باید آماده بشی. همین بیاد دیدن دوستان، میگم آقا من باید بپرم تو خزینه دوش بگیرم، صبحم دوش گرفته باشی باز قبول نیست، باید قبل از برنامه دوش بگیری، تازه شاداب شدو به قول شیرازی ها بیان. بله ممنون و متشکرم. این فرمایشات افشاگر و روشنگر را باید تعداد بیشتری ببینن. خیلی ممنون، همین الان با دیگران شیر کن. متشکرم. و دوستان عزیز گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، مثل برنامه های داستان‌های شب. جانی داره دنبالدار نبود، نه؟ ولی داستان‌های شب دنبالدار بود. همچنین می‌رسید به یه جای حساسش، صدای موزیک میومد بیرون. کاش منم یه موزیکی براتون پخش کنم بگم سوروی رفت تا جمعه. مرسی که با ما بودید.